بینندگان عزیز با سلام خدمت شما، امیدوارم لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتر، دقایقی بهتر در انتظارتون باشید. امروز چهارشنبه است، 12 ماه جولای سال 2017 میلادی و برابر است با 21 تیر ماه 1396. هوا بسیار گرم، اون شعر آقای اخوان سالس بود که هوا بس ناجوان مردانه سرد است، حالا برعکس، هوا بس ناجوان مردانه گرم است. اجازه بدید که سرتیتر به اصطلاح موضوعات رو براتون بخونم که اگر مایل هستید باشید و ببینید، اگر نیستید برید دنبال کار و زندگی رو. اتهام جدید فخرآور از زبان دوست سابقش. پزشک آمریکایی، پزشک ایرانی که از آمریکا دیپورت شد، عضو شناخته شده بسیج دانشجویی است و اما ذکر مصیبت به سود آخوندهاست یا نه؟ برنامه من و شما برای فردا چیست؟ هیچ. عکسی بهتون نشون میدم از یک موادی که تازگی ها به جای اسفند گویا در ایران استفاده میکنن، دود میکنن و اما بام 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 بیران. سعی میکنم تماس بگیرم با یه فروشگاهی در تگزاس که این رو زیر رسید مردم که بهشون میده، اینجا رسم شما 2 سنت هم یه چیزی بخری بهت رسید میدن. تازگی ها ازت میپرسن اگه رسید نمیخوای به اصطلاح که یعنی کمک بشه به این که درخت ها از بین نره، که از اون ور اونو میگن، از اون ور میلیون ها درخت رو قطع میکنن. و اما آی من چه کار میکنم؟ این یک جوکی بوده یا حقیقتی بوده؟ بارها گفتم، یه بار دیگه براتون میگم، آی من چه کار میکنم؟ سوربی ضد انقلاب هست یا سوربی مأمور آخونداست؟ و اینکه ما حقیقتش به عنوان یک مشت احمد دور هم جمع شدیم. بعد میرم قسمت، میرم سراغ پیام ها، تماس ها، پرسش ها، پاسخ ها. و جالبه، خائن کی از نظر من و شما؟ افراد هزار چهره چه کسانی هستند؟ و اما ملتی بدون افتخار استوانه کوروش 2.5 میلیون دلاری میسازه که هیچ شباهتی هم به استوانه حقیقی کوروش نداره. و اما طلبکار بودن ما ایرانی ها از همه، از دوستان مخصوصا، حتی از خودمونم بعضی وقتا طلبکاریم. و چرا ماجرای دوستی که در این 2-3 روز گذشته دشمن شده با ما، اون هم سر 200 دلار که از ما قرض خواسته، ما گفتیم بابا نداریم، تو این وضعیت یکی و دوتا نیستن که به این قرض بده، به اون قرض بده، به اون قرض بده، و شما تنها نیست. یعنی حقیقتش ایشون آویزون بوده دوستیش یا بستگی داشته به 200 دلار، چون بهش ندادیم دشمن خونین ما شده. و اما آیا ابوبکر البغدادی، این فرمانده یا رهبر آیسیس، دولت اسلامی شام و سوریه، مرده، کشته شده؟ چجوریه اینا گربه هستن؟ چند تا جون دارن؟ چند بار به ما میگن مرد و هنوز زنده است؟ یک چیزی داریم تو شیراز، میگن که میخوندن اون وقتا، اصلا آهنگ قشنگی بود، کجا به کجاست، نقل کجاست. و این ماجرای هشتک، به شوخی بعضی ها ایرانی ها میگن خشتک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک چیه؟ اگر کسی واقعا بلده، یه نالجی داره، یه دانشی داره، بیاد به ما هم یاد بده. باور کنید من بعضی وقتا اصلا نمیفهمم برای کی دارم میفرستم، به کی جواب میدم، همینجوری چون آمده مینویسیم دیگه. و اما ترامپ شارلاتانی که شارلاتان ها هم متعجب شدن از دست ایشون، و یک ویدیو از ترامپ داریم براتون نشون میدیم، روی فیسبوک هم گذاشتیم. و بریم سراغ برنامه ها. امروز این دوست ما پیام پرسید مهمون های شما کیا هستن؟ گفتم مهمون های برنامه ما همیشه سورپرایز هستن، مژده مژده فلانی این اون. و یه جوکی هم بود، طرف گفت که به دوستش بیا بریم فلان جا، نمیدونم خوراک و فلان و فلان و فلان و هر چیز بدی هم بود. گفت دوستش گفت خب کیا هستن تو این مهمونی؟ گفت خودم و
خودت. حالا این ماجرای پیامم با ما ممکنه اینجوری باشه. امروز با یک طرفدار شاهاللهی کلکل میکردم، اینا میدونی همشون خشایار هستن ولی انقدر به خودشون افتخار نمیکنن حتی عکسشونو بذارن، حالا اسم حقیقیش تو سرت بخوره عکسشو بذاره. و نوشته بود که آقا ویدیوهای شما که 4 تا لایک بیشتر نداره. گفتم خب که چیکار کنم، حالا اونی که 2 میلیون لایک داره چیکار کرده؟ خانم مسیح علی نژاد که یه دفعه یه شب 250,000 لایک آمد، پول داده بودن خریده بودن، به کجا رسیده؟ بیچاره ها. آقای شهافر، من نمیخوام به اونایی که زبان آذری، لوری یا زبان دیگه ای صحبت میکنن توهینی کرده باشم، ولی فکر کنم ایشون از لحاظ درک زبان مشکل داره و هی اصرار میکنه که آقا من شاهاللهی نیستم. آقا به من چه؟ برو باش تا جونت در بیاد. به من چه؟ شما شاهاللهی نیستی ولی چپ و راست دارید از آقای رضا پهلوی و رضا شاه و محمد رضا شاه تعریف میکنی. خب این تعریف شاهاللهی هم چی؟ تو آمریکا میگن اگه یه حیوانی مثل مرغابی را میره، مثل مرغابی صدا میده، مثل مرغابی هر غلطی میکنه شنا میکنه، این مرغابیه دیگه. آقا شما شاهاللهی نیستی، فقط احتیاج داری من بهت گواهی بدم شما شاهاللهی نیستی. من امروز یک دیپلوما براتون درست میکنم، یه سرتیفیکیت امضا میکنم به گواهی سربی، مدیر و مجری و نمیدونم تایید کننده تلویزیون مردم، آقای جاوید شهافر شاهاللهی نیست. آقا چه حکم، چه نعمتی بوده تا امروز که حالا از امروز اگه نباشید؟ حالا من نمیفهمم ملت ما دیوونه شدن. خب بیام من این صفحه بذار ببینید این خوبه، این رفیق شما چی نوشته، شیر کنم صفحه شخصی خودم رو روی فیسبوک با دوستانمون روی مردم تیوی. اسم این برنامه هم هست سربی با مردم و تاریخش هم هست 12 جولای 2017. کجا هستیم؟ آمریکا. وبسایتمون چیه؟ www.mardomtv.com. دوستان اگر کسی، ما دیگه داریم پیر میشیم، اگه کسی مایله که مردم تیوی یا مردم ریپورت دات کام رو داشته باشه میتونه تماس بگیره. و اینجا این یه چیز معمولیه، نرمه. مثلا آقای شهافر نوشته آقای سوربی اگر آقای رضا پهلوی به شما ماهی 150 دلار بدهد میشود رضا شاه کبیر. خب وقتی میگم شما نمیفهمی آقای شهافر، برای همین، مگه شما پول ندادی برنامه نگرفتی؟ مگه من ازت انتقاد نمی کردم؟ مگه اولین چیزی که بهت گفتم نگفتم که شما اینجا آزادی ولی همزمان من هم این حق رو برای خودم رزرو میکنم که آزاد باشم و از شما انتقاد کنم؟ آخه مرد حسابی، شما قاضی هستی، چرا دروغ میگی؟ دیگه اینو که من تو نوشته ها دارم. بعدم آقا شما چند پول دادی به این تلویزیون مردم؟ ما رو کشتی برای 100 دلار که میخواستی بدی، تا دلار استرالیا سقوط کرد گفتی به استرالیایی میدیم، گفتیم تو بده بمیر و بده. بعدم 100 ساعت مزاحم ما شدی، نمیدونم فلانی اومده کامپیوترم خراب کرده، شب نصف شب وقت بی وقت کمکت کردیم، هنوزم که هنوزه شما 160 دلار استرالیایی بدهکاری، 10 دلارش از قبل، 150 دلارش هم مال اون ماهی که هی گفتی حالا میخوام برم سفر، حالا برمیگردم. همین شامورتی بازیایی که تمام بدهکارا، تمام متقلبین، تمام شارلاتان‌ها در میاد. خب این دوستمون نوشته که ایشان روش نشده بده. خب آقای حمید نصیری رو داریم با صورتی خندان. دوستان در یه برنامه‌ای من صحبت کردم راجع به حمید نصیری، گفتم اگر از لحاظ وبسایت، از لحاظ کارهای تلویزیونی، رادیویی کمک داشته باشید، ایشون الان میتونم بگم دیگه سالهای سال هست که داره این کار رو انجام میده، وارد هست و میتونید باهاش تماس بگیرید. حتی من گفتم چقدر خوب میشه که همین آقای نصیری یه ویدیوهای کوچولویی درست کنه، 3 دقیقه 5 دقیقه، آقا خانم کامپیوترتون رو چجوری تمیز کنید،
که مثل خودمون که دوش میگیریم، حالا بعضی همون صبح تا صبح، بعضی همون از تا از، بعضی همون سال تو سال. به قول آقای بهار میگو آقا مگه شما مرغابی شدی که هفته یه بار دوش میگیری؟ به داور میگفت، مسخرش میکرد. خلاصه بیاد یه چند تا ویدیو بذاره، بعد شما این ویدیوها آدرس، شماره تلفن، اسکایپ، هر چیزی که دوست داره خودش. دوستان اگه یه کسی برای شما ایمیل میفرسه، اتیک یا اخلاق درست اینه که شما با ایمیل بهش جواب بدی. اگه یه کسی به تلفنت زنگ زد، با تلفن باهاش تماس بگیر. اگه رو توییتر، با توییتر. اگه تلگرام، با تلگرام. نه که رو تلگرام بنویس که من برات پیام فرستادم رو فیسبوک. آقا الان اینجاست، اینجا نمیدونم، خلاصه کارم خیلی خراب. خب میگه که همشون بردیا هستند و رکسانا. داستان این دو را که میدونید. داستان رکسانا رو نمیدونم، ولی بردیای بیچاره رو میدونم که به دست کمبوجیه برادرش کشته میشه و یکی از اون کمبوجیه زبلتر میگه حالا که این نامردی کرد و بردیا رو کشت، میاد میگه من بردیا هستم. اونم که نمیتونه بگه من برادرمو کشتم. اینه که وقتی کسی میگه ما فرزندان کوروش، من از همین حقای بیچاره هم سوال کردم، گفتم آقا شما که میگی فرزندان کوروش، شما بردیا هستی که کشته شدی، بردیا هستی که تقلبی هستی، یا کمبوجیه‌ای که بردیا رو کشت؟ و اینها پاسخی ندارن. داستان رکسانا چیه؟ برای من بفرست یا یه روزی یه ویدیویی بساز دیگه، تنبلی رو بذار کنار. این روزا هر جای دنیا شما فیسبوک این تلفنتو اینجوری بگیر. البته پیامم کارش درسته، دیدم این عکس اتاقش و اینا رو که اون دفعه تو برنامه توی کارهای رادیو، یعنی به اصطلاح الکترونیک و اصلا دیگه رادیو تلویزیون، اونی که شما بلند شید برید تپه تلویزیون شیراز، برید نمیدونم ایستگاه رادیو چی ثابت پاچاک بوده، کی بوده نمیدونم، من که تهرون نبودم، اینا دیگه گذشته. میگه بردیا و رکسانا خواهر برادر بودند و زن شوهر. بله من اینو نمیدونستم، ولی میدونستم که شاهان قدیم هم حتی تو ایران اینها چون فکر میکردن تافته جدا بافته هستن، چون فکر میکردن خونشون از خون دیگران تمیز داره، چون فکر میکردن عقلشون بهتر از عقل دیگرانه، مثل کلیمیا هست، میگن تو خودمون ازدواج کنیم. ماشاءالله میبینی قیافه هم همیشه داغون، برای که همینجوری تو خودشون ازدواج کردن. ولی شما نگاه میکنید بعض وقتا میبینید یک آمریکایی با یه چینیز ازدواج کرده، یا یه سیاه‌پوست با یه سفیدپوست ازدواج کرده، بچه‌شون اصلا از خوشگلی آدم دهنش باز میمونه. ولی ماشاءالله این دوستان جودمون کلیمیار نگاه کنید، میگن نگید جود، نمیدونم من یه عمر تو شیراز بودم، یه عمر نه نیم عمر، چون الان دیگه میشه نصف عمر تو شیراز بودم، اونجا ما میگفتیم جود، یه دوست جودی دارم، بیا بریم تو محله جودا، نمیدونم مطرب میخوایم برای فلان عروسی، بیا بریم تو محله جودا قصابی و اینا، کسی ازشون چی نمیخرید مسلمونم. اینم جای تأسف. در صورت خب پس بردیا و رکسانا خواهر برادر بودن و زن و شوهر. و تماس میگیرم با رکسانا گنجی، دختر آقای منوچهر گنجی، ببینم ایشون هم اگه برادری داره آیا به روش و به دنباله به اصطلاح کار رکسانا و بردیا میخوان با هم ازدواج کنن کردن یا نه. میدونم که آقای گنجی پول خوبی از آخوندا که نه از این پولی که مونده بود آمریکا گرفت و برای بچه هاش گویا خونه خرید، که رکسانا هم گفت اون سوری شما چی میگی، من یه خونه کوچولو دارم 120,000 دلار. اون موقع که شما 120,000 دلار، اون موقع ما 1,000 دلار هم هیچ کدوم نداشتیم. حالا برای ایرانی ها همه 600,000 دلار و 1,000,000 و اینا چیزی نیست، ولی نمیدونم 30 سال پیش ما میرفتیم کار میکردیم، دفتر تلفن پخش میکردیم برای 1.5 سنت، یعنی 100 تا دفتر تلفن که مینداختی در یه خونه ای این ور اون ور میشد 1.5 دلار، نه میشد 15 دلار، یا 1.5 دلار. در هر صورت دختر کوروش کبیر، ببخشید بزرگ زن کبوجیه بود، بردیا و داریوش کمبوجیه و بردیا برادران این خانم بودن و داریوش نیزدار ارتش کمبوجیه در مصر. ولمون کن، حالا تا اومدی کلاس تاریخ گذاشتی، بیا بریم سراغ این دوستمون، که این دوست ما به احتمال زیاد با وجودی که خیلی هم از کامپیوتر نمیدونه رفته و از یکی خواهش کرده که آقا این مردم تیوی رو برای من پیدا کن که من بشنم امروز نگاه کنم، سربی قرار راجع به من صحبت کنه. اولا بهشون گفتم من اسم شما رو نمیگم. حالا ماجرا چیه؟ ما این آقای ایرانی رو توی یک مهمونی
که صاحب منزل آمریکایی بود. دیدیم و دیدیم که چقدر به اصطلاح آدم خوشمشربیه و سلام علیکم اینها. تو میتونم بگم یا 3 تا یا 4 تا برنامه و مهمونی دیگه من ایشونو دیدم. دوستی من با ایشون در همین حده. همدیگر رو که میبینیم سلام آقا خالد خوبه، وقتی هم خواستیم بریم خداحافظ خیلی خوشحال شدم از دیدن تو. پریروز برای من ایمیل نوشته که آقا اوضاع کار کاسبی خرابه و اگر شما کاری چیزی دارید، میدونید که من چه کاری انجام میدم و اینها، به من خبر بدید. ما هم برش نوشتیم که بله ایام تابستون کار کاسبی همه به اصطلاح کساد میشه، دلیلش هم مسافرت هست، تعطیلی مدارس هست. البته کار ایشون اتفاقا تو تابستون باید بهتر باشه، حالا بعد توضیح میدم که فهمیدم چرا کاسبی ایشون خرابه، همین اخلاق گوهش به قول معروف. بعد بهش میگم که من یه پیشنهادی دارم، اگه میخوای به من زنگ بزن، شماره تلفنم هم دادم، میگم به من زنگ بزن. برای من نوشته من انقدر وضعم بده که تلفن هم ندارم. بابا نه فقط وضع پولیت بده، وضع فکریت هم بده. من فکر کنم ایشون معتاد شده و آدمایی که معتاد میشن به هر کس و ناکسی، چون وقتی میگی کس و ناکس یعنی کسی که خودیه، ناکس که غریبه است، یا حتی از لحاظ اعتبار کسی که میشه بهش چیکار، یا ناکس، ولی به هر کس و ناکسی اینها رو میزنن، از هر کس و ناکسی کلاه بر میدارن تا بتونن مواد مخدر اون روز یا هر کوفت و زهرماری که به خودشون تزریق میکنن یا اماله میکنن یا هر کاری میکنن به اصطلاح تهیه کنن. و من بهشون گفتم که من امروز بعد برای من گفتم آره کار ما هم حتی الان کم شده به چند دلیل. اولا اینکه همه دیگه خودشون دوربین دارن و طرف میگه آقا زنگ بزنم مثلا فلانی بیاد فیلم برداری، میگه نه آقا دیگه فیلم بردار میخوایم چیکار. به 20 تا از دوستامون میگیم هر کی فیلم گرفت فیلم‌ها رو برای ما بفرسه، میزنیمش به همه این فیلم بردارا چیکار میکنن. بعد میبینن آقا طرف زحمت کشیده، یک روز اون روزی که همه استرس‌های دنیا، همه فشارهای مغزی روشون بوده، برنامه قشنگی تهیه کردن ولی یک فیلم و یه عکس درست ازش ندارن. اینم متاسفانه نه فقط تو ایرانی ها، تو آمریکایی ها هم رواج پیدا کرده، چیزی هم نیست که من بتونم کاری براش انجام بدم. خب بنده میبینم کارم کم شده، میرم رانندگی اوبر میکنم، میرم یه جایی کار میکنم مثل منشی، میگم آقا من صبح میام برات کاغذات و این رسیدای به اصطلاح کردیت کارت تو نمیدونم خرید و اینا رو می‌نویسم تو دفترت. کار که عیب نیست، کار که آر نیست. در هر صورت این دوستمون بعد نوشت که بله میدونم، حالا شما یه 200 دلاری میتونی بدی به من تا 2-3 هفته دیگه؟ گفتم ای کاش داشتم به جای 200 دلار به شما 2000 دلار میدادم. آقا خانم چشمتون روز بعد نبینه. یه دفعه این از اینوری اونوری شد. شما فکر کردی با این برنامه‌های افتضاح؟ میگم قربان شما برنامه‌های من رو می‌بینی؟ میگه بله می‌بینم. بعد میگه که آدرس بده برنامه‌هاتو ببینم. میگم آقا چرا دروغ میگی؟ خب اگه می‌بینی و می‌دیدی که تا چرا امروز خفه شده بودی؟ تو که میگی من چرت و پرت میگم، چرا تو نیومدی جلو؟ منی که اینقدر میگم اگر من حقیقت رو نمیگم، آقای شهافت، اگر من چرت و پرت میگم چرا شماها نمیان درستش رو بگید؟ دروغ میگید، هم به مردم دروغ میگید هم به خودتون دروغ میگید. در هر صورت به این دوستمون آخر کار مجبور شدیم این رو بفرستیم، چون فحش داد نمیدونم، ولی من میدونم به احتمال 99% ایشون معتاده. و چون من دیده بودم دوستامون معتاد، فامیلامون تو ایران معتاد شده بودن، اینجوری میشن و اینها. و اولا میدونید که 2-3 نفر هستن که میگن اینا وقتی به خودشون رحم نمیکنن، شما چجوری انتظار دارید به دیگران رحم کنن؟ یکی افرادی مثل فخرآور که بچه فلان هستن، یکی معتادا و الی آخر. ما دیگه آخر برای این آقا اینو فرستادیم، گفتم آقا انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنن، به میزان فرهنگشان عشق میورزن، به میزان کمبودهایشان آزارت میدهن
هرچه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند. هرچه فرهنگشان غنیتر باشد بیشتر به دیگران عشق میدهند و هرچه هویتشان عمیقتر باشد محترمانه تر رفتار میکنند. به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل میکنند. اینم برایشون فرستادیم، گفتیم آقا برو، امیدواریم اوضاعت خوب بشه، اگه معتادی ترک کنی، اگه معتاد نیستی روشت رو عوض کنی. احتمالا شما با همین روش به دیگران برخورد کردی که امسال اینجوری به خفت و زاری افتادی و الی آخر. در هر صورت این نصیحت دوست ما بود و ببین که من چقدر به شما احترام گذاشتم، اسمتو، شغلتو، فامیلت رو نگفتم که تو این منطقه مخصوصا اگه کسی میشناستت آبرود نره. یاد بگیر. و اما اتهام جدید فخرآور، این خیلی جالبه، یک وبسایتی هست به نام امپراتوری دروغ و این من یه دفعه دربارش صحبت کردم توی آمریکا. یادمه چند مدت پیش مثلا یه دوست ایرانی آمده بود یه رستورانی باز کرده بود. خب حالا رستوران چلو کبابی خوراکش که برای مردم ناآشنا، اسمش هم یه چیزی بذاری که ناآشنا، بعد بیای اسم خوراکا یک اسم دخترتو بذاری، اسم خوراکا یکی اسم زنتو بذاری، اینا اصلا دیگه چه شلم شوروایی میشه. و معلوم بود که نمیگیره و بسته شد و رفت. حالا تو آمریکا به شما چه نصیحتایی میکنه؟ اولا میگن سعی کنید از A تو Z 26 تا آلفابت هست، شما چرا میری S و W و Z و نمیدونم اینا رو پیدا میکنی که اون آخرا هست؟ همین اولا یه چیزی پیدا کن، مثلا American Service، مثلا AAA Cleaning Service، که وقتی هم اسمتو مینویسن اون بالاها باشه. این یک. دومن در رابطه، اسم باید در رابطه با شغلت باشه. مثلا شما ببین مردم تیوی بیانگر دوتا چیه؟ ما سعی کردیم که این مردم به اصطلاح بپوشونه، این کسایی رو که میان اینجا از اونی که برنامه داره، از اونی که میخواد بشینی نگاه کنه. تیوی هم شما دیگه میبینید آقا مردم تیوی، البته ناگفته نماند با همه اینا، حداقل ما روزی دوتا پیغام داریم که زنگ میزنه آمریکایی اسپانیش که ما تیویمون خرابه و میخواستیم ببینیم شما میتونید تیوی ما رو درست کنید. میگم بابا ما که تیوی شاپ نیستیم، تیوی ریپیر یا تیوی تعمیر کن نیستیم. ولی باز اینجوری اینا اومدن اسمشون رو گذاشتن امپراتوری دروغ. یعنی چی؟ یعنی ما انقدر دروغ میگیم که دیگه شدیم امپراتور. ولی میتونستید بگید افشاگری، میتونستید بگید نمیدونم امپراتوری حقیقت، نمیدونم. به احتمال زیاد کسی که انقدر میترسه، خجالت میکشه اسمشو بگه، فامیلشو بگه، احتمالا این از این آقازاده هایی هستن که یا تو کشورهای خارج دارن زندگی میکنن ولی یه پولی یه بودجه از ایران میگیرن و به بابا جونشون گفتن که من میخوام امپراتوری دروغ درست کنم، چند نفرم استخدام میکنه، چند تا بدبخت با حقوقای خیلی کم بشینن به قول خودشون شنود کنن، مدیای مختلف بخونن، روزنامه و اینها، از اینجا این از اونجا اون. و این بار اول نیست، الان این بار سومی است که درباره من و برنامه‌های من نوشتن. اجازه بدید که من براتون از روی خودش صفحه خودش بخونم، یه تبلیغ مجانی هم شده باشه برای این احمقا که حتی اسمشون، میخواستم بگم اسمشون هم درست انتخاب نکردن ولی اسمشون رو درست انتخاب کردن. یعنی تصادفاً این دوستمون آقای پارسا بناب اون وقتا میگفت که یکی یه چیز که میگفت بله شما تصادفاً درست گفتید، یعنی شما همیشه غلط میگفتید، امروز تصادفاً درست گفتید. بفرما امپراتوری دروغ. حالا اینجا اسمش امپراتوری دروغه، با انگلیسی Empire of Lies، بعد .ir .ir این آخرش یعنی نقطه به اصطلاح چیز هست، .ir مثل .edu مثل .ca که مال کانادا، .edu مال ایژوکیشنه، مال ایرانه. اوکی حالا میایم اینجا ببینیم بعد از برنامه آقای بابک، یکتافه بابک
هروی روز دوشنبه اگه ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه رو برید ببینید، دیگه نزدیک الان به 2000 نفر شد. اینم برای این آقای بهرامی که میگه آقا من رفتم نگاه کردم 18 نفر آمدن نگاه کردن، اوکی حالا امروز 2000 تا نگاه کردن، شما امروز چه غلطی میکنی آقای بهرامی به غیر از اینکه مزاحم ما شدی؟ بفرمایید دوستان. امپراتوری دروغ میگه که اتهام جدید فخرآور از زبان دوست سابقش، از تجاوز به عنف تا تجارت عتیقه. اولا اینا من فکر کنم بابک هروی رو با یه بابک دیگه یا با باطبی زاده با یکی اشتباه گرفتن. در هر صورت نوشته که به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، خاک بر سرا، رسانه بیگانه مقابله لازم نیست. شما یک رسانه‌ای به مردم تحویل بدید که اگه فکر میکنید رسانه آشنا هستید و بیگانه نیستید، مردم بهتون اطمینان کنن، مردم بیان حرفتون رو قبول کنن. نه از که میشه همه بپرن تلویزیون های ترکی و نمیدونم هر وسیله دیگه ببینن که این تلویزیون های مزخرف شما آخونده و آخوندزاده ها رو نبینن. خب جنبش مقابله با رسانه بیگانه، امپراتوری دروغ، جریانات ضد انقلاب. این انقلاب همینجوری ادامه داره؟ انقلابی که 39 سال با دروغ شروع کردید و گفتید که نفت مجانی، آب مجانی، اتوبوس مجانی، اجاره خونه ندید ما براتون خونه میسازیم، هنوز ادامه داره؟ از ابتدای انقلاب اسلامی به دلیل اینکه هدفی مقدس در مبارزاتشان نداشتن، مدام در حال زیر پاکشی از یکدیگر بودند. حالا شما که هدفتون مقدس بوده، احمقای عقب افتاده، به کجا رسیدید که اینایی که هدفشون نامقدس بوده برسن؟ و تا کنون این بازی‌های رذیلانه را ادامه دادن. وقتی که شما آخونده و آخوندزاده ها بگید رذیلانه، ما یکم از خودمون سوال میکنیم معیار اینها برای رذل و پست بودن چیه؟ رذیلانه کیه؟ رذیلانه کسی نیست که امروز رهبره ولی دوستای قدیمی خودش که با هم آدم کشتن، که با هم زندانی بودن، که با هم شکنجه کردن این و اونه، امروز در حس نگه میداره؟ ما رذلیم یا شما رذلیم؟ یکی از تلویزیون هایی که در آمریکا مرجعی برای افشاگری نیروهای ضد انقلاب برای یکدیگر شده، تلویزیون مردم تیوی است. اولاق وقتی میگی تلویزیون مردم، دیگه نباید بگی تلویزیون مردم تیوی که با تلکه کردن دو طرف دعوا از آنان برای خود نیز هم اعتباری کسب میکند و هم درآمدزایی میکند. بگو آخه عوضی عزگر، تو که اسمت هم حتی زیر مقاله نمینویسی از ترست، از بدنامی پدر و مادرت. بنده از بابک هروی پولی گرفتم، از آقای رضا مشایخی پولی گرفتم. بله اگه اینا به من زنگ بزنن بگن میخوایم برنامه داشته باشیم دائم و مستمر، بهشون میگم خب باید یه پولی بدید و افتخار میکنم. همون جوری که با اون شهافر زبان نافهم میگم، به توی احمد آخوندزاده هم میگم که من افتخار میکنم که بگم اگر کسی برنامه ای میخواد اینجا باید پولشو بده. شما پول از کجا میارید آقا یا خانم امپراتوری دروغ؟ شما پول از کجا میارید؟ اگه جرأت دارید بیان اسمتونو بگین تا فردا صدها هزار مدرک ملت برای من بفرستن که شما چی هستید، چه کار میکنید، باباتون چه کار کرده، خواهرتون چه دزدی کرده و تمام فسادتون بیاد بالا. ما که خیلی مستقیم و رشید و راشد اومدیم وایسادیم اینجا و 20 سال هم هست که میگیم که هر کسی میخواد بیاد اینجا حرف مفت نمیتونی بزنه، حرف مفت تموم شد. در هر صورت دوستان، اخیراً فردی به نام بابک هروی در خصوص امیرعباس فخر افشاگری هایی را در این تلویزیون داشته که خالی از لطف نیست. خلاصه من میخواستم فقط اینو بهتون بگم، چون گفته بودم که آی من چه کار میکنم. میدونید که مجاهدین میگن که تلویزیون مردم مزدور آخونداست، تلویزیونی که اینا را از تو لیست آورده بیرون، به گواهی علی آقا تو کانادا، به گواهی آقای فیلابی، به گواهی مرداد تو کالیفرنیا. این مجاهدین
شاه اللهیا میگن هر کسی آمد گو این رضا پلوی آدم تنبل بی عرضه ای پولا رو داره میخوره و میچرخه، این مأمور آخوند است. اینم شاه اللهیا. خب اینا میگن ما مأمور آخوند هستیم، آخوندا میگن ما ضد انقلاب هستیم. آقای شهافه، شما یا دوستان دیگتون که فکر میکنید خیلی میفهمید، همینجوری که من میخوام به شما مدرک بنویسم بدم تو شما شاه اللهی نیستی که باور دارم هستی، یا میترسی عنوان کنی، یا فکر میکنی انقدر بد شاه اللهی بودن که ننگه، شما بیا یه کاغذی بنویس به دست من ببینم آقا من کی هستم، بالاخره من ضد انقلابم یا مأمور جمهوری اسلامی هم. و این ماجرای آی من چه کار میکنم به این صورت بوده. میگن یه شهرستانی بلند میشه، فامیلاش رفت بودن تهران، هی میومدن پوز میدادن که آقا چی چیه نشستی اینجا، بیا تهران، نمیدونی ما هر روز خیابون پهلوی داریم میریم بالا میام پایین، نمیدونم هر روز میریم چی چیه اون علی آباد بود کجا بود آولی اسکی، هر روز میریم تو چال اینجوری اونجوری، هی میومدن پوز میدادن پوز دروغ. این بیچاره هم خانمش یکی گفت آقا، یا بچه هاش گفتن آقا بابا چرا ما اینجا هستیم، پشو بریم، بلند شد خونه و زندگی رو فروغ رفت اونجا. کجا بریم؟ بریم خونه فامیلون. رفت خونه فامیلشون نشست، فامیلش گفت آقا تهران مثل شهرستان ها نیست، مهمون نوازی فلانی نه، بنداز بیرون، باید اینجا کار کنی. گفت چی کار کنم؟ مثلا من معلم بودم، من فلان بودم، اینجا چی کار کنم؟ گفت آقا کاری نداره که، این پیتر روغنی رو بردار یه بندی به من بهش برو تو خیابون بگو آب حوض میکشم. زهر گرما بلند شد رفت تو خیابون گفت آب حوض میکشم. هر کس در باز کرد گفت آقا دیوونه شدی، این موقع همه خوابیدن مردم بیدار میکنی، فوشش دادن. بیچاره ناراحت شد رفت تو فکر، یه 5 دقیقه هیچی نگفت همینجوری راه افتاد رفت. بعد یه 5 دقیقه که رفت تو خیابون جدید گفت آقا بذار دست خالی نریم خونه، بالاخره یه حوضی آبشو بکشیم. شروع کرد که بگه آی آب حوض میکشم، یادش رفت، فریاد میزد آی من چه کار میکنم. حالا ماجرای ما آی من چه کار میکنم. آقا یه دوستی که بنده رو 4 بار تو زندگیش دیده، سلام شما ایرانی هستی؟ بله. دفعه دیگه دیدیش، سلام آقا چه کار میکنیم؟ خوبه اوضاع الحمدلله. حالا میاد میگه به من کار ندارم، میگم والا همون روز هم به پسرم گفتم هم به یه دوست دیگه گفتم اگه یه همچین کاری بود این آقا کارش خوبه و فلان اینها. بعدم به این گفتم یه پیشنهاد برات دادم چون یه جایی دیدم و پیشنهاد خوبی هم بود. این آقا به جایی که بگه پیشنهادت چیه و اینا گفتم چیز، گفت من تلفن ندارم. خب تلفن نداری بدبخت، کم دانش، تو که اینترنت داری، گوگل وایس، تلفن مجانی، تکس مجانی، پیامگیر مجانی بهت میده، استفاده کن. به جایی که هی نق بزنی چرا سوربی به من پول نداد، چرا اون پول نداد، برو از این وسایل استفاده کن. خب اینه دیگه، وقت ما ایرانی ها افتخار میکنیم 7000 سال که اونم سرش جنگه، یکی میگه 10000 سال، یکی میگه 7000 سال، یکی میگه 2000 سال، حالا هم که اومدن یک مجسمه که چه عرض کنم. اینا بعضی ها میگن تندیس، وقتی میگی تندیس فکر کنن یعنی تندیس، یعنی باید مجسمه باشه. وقتی میگن به اصطلاح بنای یاد بود، لابد باید یه ساختمونی چیزی باشه، مانیومنتی باشه، نمیدونم، در اصل یه چیز درست کردن خودشون هم نمیدونن چی هست، ولی میگن 2.5 میلیون. هنوزم پرده برداری که از هفته اولی که ازش نشده شروع کردن که ایداد بیداد به اصطلاح سوء استفاده شده، اینا دروغ گفتن 2.5 میلیون خرجش نبوده. اما ماجرای ایرانی دیگه خودمون که همدیگر بهتر میشناسیم. میگه که حمید نصیری میگه IR domain registration need ID card copy and address from Iran. آفرین. ببین پس دوستان، اینایی که امپراتوری دروغ دارن، اون اکستنشن به اصطلاح وبسایتشون نقطه IR، مثل من و شما اینجا نیست با سالی $1.99 یه دامینی گرفته باشی، اون حرومزاده باید از فیلتر آخونده رفته باشه داخل، باید آخوند باشه، شرکتی داشته باشه، ریشش گیر باشه. و حالا همینجا شما برو بزن درباره ما ببین چی نوشته. درباره ما معمولا اینجوریه، مثلا ما نوشته سوربی یک آدم بیکلهی هست که فکر کرد ایرانی ها دیگه از دروغ گفتن، از تهمت زدن، از توهین کردن خسته شدن، این اومد بهشون گفت آقا خانم راهش اینه که ما شروع کنیم به همدیگه راست بگیم. این درباره ما تموم شد.
حالا ببینید اینا نوشتن چی درباره امپراتوری دروغ. امپراتوری دروغ صفحه‌ای مردم نهاد است. آقا کدوم مردم؟ بر پدر پدر سگه هرون زاد لعنت که شما وقتی حتی راجع به من نوشتی من اون زیر می‌نویسم، شما نوشته من رو میگی باید مدیران این صفحه چیکار کنن؟ اپروف کنن. برای یکیشون نوشتم امروز، گفتم که مهم نیست که شما اینو چاپ نکنید، مهم اینه که من حتی اگه شما یه نفر باشی ببینم بعد از این که اینو میخونی امشب راحت میخوابی یا خودت رو میکشی. راجع به یک ویدیوی بود، یک ویدیوی پخش شد موقعی که این جنبش های دانشجویی و اینها بود، بدبختی به اینکه ما هم دروغ میگیم، این جنبش دانشجویی هم دروغ میگه. آقای فخرآور میاد میگه من دانشجو بودم، بعد آقای کامبیز حسینی یقش میگیره میگه شما کجا بودی روز 18 تیر؟ میگه من سرباز بودم، تو بیمارستان بودم، ما را اعزام کردم. بعد بلا فاصله میگه دوستانم به من زنگ زدن من رفتم. انقدر دروغ میگیم که دیگه حقیقت رو هم فراموش میکنم. کدوم مردم نه؟ برای این نوشتم که آقا بله این ویدیویی که شما میگید که این ویدیو کاری به دانشگاه تهران نداره و این ویدیویی بوده که حامیان صدام، به اصطلاح فداییان صدام، کسایی رو که برگشتن از صدام میبرن بالای ساختمون میندازن پایین، دست پاشون میشکنن. البته یادتون باشه یه عده هم هستن مازوخیست بهشون میگن، فکر کنم کسایی که به خودشون صدمه میزنن، همین تو آمریکا هم این کارو میکنن، میرن میزنن میندازن. تو ویدیو هست برید ببینید. بهش گفتم اوکی ما قبول داریم که این ویدیو مال صدامه و قبول داریم که اونها دروغ گفتن، ولی از شما یه سوالی میکنم. شما همین یه نفری که باید اینو بخونی و میدونم که نمیذاریش، میترسی، شماها شکنجه نمیکنید در زندانهای ایران؟ بابا بچهای خودتون آمدن گفتن. بچه کی بود بهش تجاوز کرده بودن؟ یکی از دستن مشاورای نزدیکی خودشون بود که البته دهنش بستن، گفتن آقا دیگه حالا اگه بیای چیز کنی اونو تجاوز کردیم دیگه، میایم فلان و بیسارت هم میکنیم. خفه خون گرفت مرده. کی بود؟ شما تجاوز نمیکنید؟ شما میگید حکومت صدام دیکتاتور؟ حکومت شما دیکتاتور نیست؟ ببینم جواب میدی یا امشب شما خودتو میکشی. من به هدفم رسیدم، فردا یکی دیگه مینویسم برای یه نفر دیگه. بنویسید دوستان، انقدر بنویسید حتی اگه اینا جواب ندن، اون زیر نظرتونو بذارید، ایمیلتونو بذارید، ما ترسی نداریم. آقا خانم ایمیل من 20 ساله دارم به همه میگم، رو مینویسم اینجا مینویسم، شما رو گوگل که بزنی ایمیلم پیداست، همه چیز پیدا. شماها هستید که بدبختا همین یه سری شاه اللهیا از خودتون میترسید. شماها هستید بدبختا آخوندزاده ها، آقازاده ها، از خودتون میترسید، قایم میشید پشت این. بله مردم نهاد است که به واکاوی و تحلیل سیاست ها و موضوعات پشت پرده رسانه های بی بی سی و فلان و بیسار و اینا همه اسما رو نوشته میپردازد. بعدم هیچ اسمی از هیچ کدوم از این حرومزاده ها نیست که این آقا بچه فلان آخونده، این آقا بچه فلان سرمایه‌داره، این آقا تو زندان شکنجه می‌کرده، حالا بهش یه پولی دادن گفتن برو بشین اینجا 30 نفر دختر پسرم استخدام کن بشینن کار کنن. اینا رو من و شما باید بریزیم دو، ولی اگه نگاه میکنیم بنویسیم براشون هی دائم تا بلکه اینا خودشون هم دیگر رو بکشن. اینم از این ماجرا. حمید نصیری ممنونم. whois.nicir check IR domain detail. خب همینو برای من الان شما چی کن. خانم لیلا هم نوشته سلام، خسته نباشید آقای سوربی. ممنونم، شما خسته نباشید. و بریم ببینیم اتهام جدید فخرآور رو براتون خوندم. حالا برگرفته از فیسبوک، یه دوستی که من بارها به ایشون گفتم میدونم که شما طرفدار ترامپ نیستید، ولی با این کارایی که میکنید غیر مستقیم دارید حالا طرفداری میکنید، یا تو از هان مردم اینجوریه. ایشون آمده از زمان کارتر، حالا چرا از ریگان شروع نکردن سال 80 یا هرچی، از زمان 79-80 کارتر، بعد از کارتر ریگان بود. شما چرا ریگان رو فراموش کردید؟ جنگا، کودتاها،
نوشته هیچ رئیس جمهور آمریکا نبوده که بیرون از مرزهایش به جنگ و تجاوز و مداخله متوسل نشده باشد. 5 تنی که در قید حیاتند حداقل در کشورهای زل دست اگنور. دوستان پیام بذارید، تلفن رو ما قرار بود خاموش کنیم، روشن گذاشتم چون میخوام یه دو تا تلفن بزنم. در صورت هیچ رئیس جمهور اینا چون 5 تا زنده هستن عکساشونو گذاشتن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا ما فهمیدیم که آقای اوباما لیبی و سوریه و یمن و افغانستان و اوکراین رو داده داغون کرده. خب چیکار باید بکنیم؟ و جالبه دو تاشون ریپابلیکن که اگر ریگانم میذاشتی درست میشد، 3 ریپابلیک 3 دموکرات. اینا فرقی با هم ندارن، گفتیم که اصلا دستی با هم برارند فرقی با هم ندارن. خودمونم میگیم سگ زرد برادر شغاله، اینجا هم که میگن اینها دو تا شاخه از یه درختن و هیچ فرقی ندارن. من فقط نمیفهمم یه آدم فرهیخته این مثل شما چگونه رفت کشش پیدا کرد به طرف ترامپ که بعد گفت خوب شده اومده و هی هم میگفت چرا سی ان ان میگه راشا. بالاخره دیدید دیروز پریروز فهمیدیم چرا گفتن راشا، برای که به زودی من فکر کنم این داماد آقای ترامپ جرمش 5 زندان وقتی که تو فرم و فرمای دولتی و اینها دروغ گفته باشه و ایشون بار اولش هم نیست، چندین بار تا حالا رفتن و دیدید که سابجکت ایمیل اون آقای نمیدونم چیه انگلیسی به این پسر دونالد ترامپ راشا بود. راشا کلینتون نمیدونم پرایویت کانفرم یه چیز اینجوری پیام خصوصی اینها. خب بابا دیگه معلومه. بعد به این گفتن 2 بعدش گفتم من هیچ وقت با اینها دیدار نداشتم. حالا میگه دیدار داشتیم یادم نبود. دروغ میگن و دروغ شما میتونید اینجا بیای دروغ بگی، ولی اگه رفتی فرم دولتی پر کردی. اتفاقا حالا پریروز تا حالا تلویزیونا همشون فوکس کردن روی این پسر دونالد ترامپ، در صورتی که خطر اصلی متوجه داماد دونالد ترامپه، چون داماد دونالد ترامپ با دختر دونالد ترامپ رفتن توی وایت هاوس و شغل گرفتن و فرما رو پر کردن. توی اون فرم اینا گفتن که ما با هیچ دولت خارجی در تماس نبودیم. اولیش که گندش بالا اومد و خیلی جالبه دوستان، کسی که میگه لاک رپ یعنی این کلینتون بندازید زندان، الان خودش خطر زندان رفتنش هست. اون آقای فلین هست، کسی که آقای ترامپ و بچه‌هاش و خانواده‌اش میگفتن چون این کلینتون ایمیل‌ها رو جابجا کرده باید بندازینش زندان، حالا بر اثر همین ایمیل‌ها ممکنه خودشون از وایت هاوس به بیگ هاوس، بیگ هاوس تو آمریکا به زندان میگن، و ممکنه از وایت هاوس به بیگ هاوس برن. دلم میخواد با آقای دکتر حمزه پور مصاحبه کنم. چندین بار به بابک گفتم بیا راجع به ترامپ صحبت کنیم ببینم هنوزم شما فکر میکنید ترامپ میتونه دنیا رو درست کنه، جوابی نداده. به این دوستمون که نویسنده است گفتم که بیاین مصاحبه انجام بدیم، متاسفانه ایشون دوست داره بنویسه، من دوست دارم مصاحبه کنم، پس همین دلیل شده که فعلا اون اونور جوب من اینور جوب باشم. خب ببینیم که هوشنگ شیرازی مرسی که آمدید و دوستان، بله اگر حمیدم بنویسه که این چیز مال چی هست ممنون میشم. اجازه بدید من یه فیلمی رو بهتون نشون بدم یا بذارید 1-2 پیام رو براتون پخش کنم و بعد ما بتونیم چیز به اصطلاح با این هم تماس بگیریم، چون یکیش مخصوصا یه آقای اهوازی هست، میخوام بهش بگم که اصلا ناراحت نباش، منم اصلا از شما ناراحت نیستم و بذارید به ترتیب اجرای نقش بریم جلو. این اولین این بود، ببینم این چی میگه دوستم. الو سلام آقا سوربی، من ملیحه هستم. بله فکر کنم ایشون همون کسی باشه که بعدن داداشش زنگ زده و میگه که خواهر من زنگ زده از شما سوال کنه این سیستم جدیدتون ما چجوری استفاده کنیم، اشتباهی گفته من از اهواز زنگ میزنم و من بهش گفتم چرا دروغ میگی، تو اهوازی هستی ولی از اهواز زنگ نمیزنی. دوست عزیز مشکلی نیست، یه وقت آدم همین جوری که میگه به اصطلاح اشتباه میکنه و مخصوصا با رادیو تلویزیون ها که آدم حرف میزنه بعض وقتا یه کمی
نمیخوام بگم اکسایدد میشه، بگی آره اکسایدد میشه، هیجان زده میشه، یه چیزایی رو اشتباه میگه. در صورت هم از خواهر شما ممنونم و من به شما تماس میگیرم، بهتون یاد میدم که چجوری از این سیستم جدید استفاده کنید و ممنونم از هر دوی شما. پس این یکیش بود که، و دومیش ببینیم ایشون چی میگه. 800 و آها، بعد آقای برای آقای نصیری فرستادم که این دوستان اشکال دارن. آقای نصیری برای ما فرستاد که چجوری روی یوتیوب بهتون یاد میده که اگر کروم دارید این کارو بکنید، اگه فایرفاکس دارید اون کارو بکنید. دوستان این از اختیار من و حمید نصیری و اینها بیرونه دیگه، مگر خدا بهمون کمک کنه. هر کدوم از اینا اومدن در رقابت با هم دیگه، این وسط ما هستیم که داریم فنا میشیم. و اما بریم سراغ این پیام که چیزم هست، لوکاله، لوکال یعنی محلی. و دوستان من نمیدونم این خانم شاه اللهیه، نمیدونم طرفدار مجاهدینه، و به همین خاطر وقتی که پیامشون رو گوش دادیم که نشون بدیم در تلویزیون مردم اگه کسی هم مخالف باشه میتونه صحبت کنه، بعد بهش زنگ میزنیم ببینیم که چی میگه، حرف حسابش چیه. ما که نفهمیدیم، شما پیام میذاری که منظورت رو به اصطلاح فوروارد انتقال داده باشه. شما نمیتونی یه پیام بذاری تو قرن 21 خانم. بشنویم دوستان. پیامو خوبی دارم. تو یه آدم دروغگوی حقامات کلافده هزار چهره هزار رنگی باید رو چون خائن خائن دروغگو هزار چهره هزار سر کتابه خفه شو اصلا نمیستم تونم خون میشناسم، سالهای سال تو رو میشناسم عشقان خائن. دوستان من نمیدونم اصلا ایشون با منه، ویدیو یکی دیگر رو داره نگاه میکنه، اصلا تلویزیون یکی دیگر رو داره نگاه میکنه، برای چی داره میگه ایشون که منو سالهای، اگه با منه منو سالهای سال میشناسه، میدونه من دروغگوی هزار چهره خائن آشغال هستم. بعد وقت تو چه احمقی هستی که سالها میای جایی که آشغاله و بوگن میده و یه هزار چهره نشسته، بذاری زنگ بزنیم بهش مشکل اونو حل کنیم. حالا که ما میخوام 703 نمیگم. شاید بتونیم با یک کمی با هم دیگه صحبت کنیم. این همه عصبانیت برای چیه؟ از کجا اومده؟ صدا رو میگیرید شما نه؟ توی فیسبوک چی؟ تو فیسبوک صدا میاد دوستان؟ محمد جواد مافی. خوب شد براش یه ایمیل میفرستم، مرسی. reached the voicemail box of 703-5542. شمارهش داره میگه، ما حرف بزنیم شما نفهمید. please record your voice message. When you are finished recording, you may hang up or press pound for more options. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. من پیغام شما رو گرفتم، تو تلویزیونم پخش کردم، ولی خداییش یه کمی قصم برداشت، قصه گرفت منو که شما تو قرن 21 بلد نیستی حتی یه پیغام بذاری، اسمتو بگو، فامیلتو بگو، بگو که من طرفدار شاه هستم، طرفدار شاه که مرده، طرفدار بچه شاه هستم، طرفدار رجوی هستم، رجوی هم که مرده، طرفدار مریم رجوی هستم. بعد شما به کی برنامه های کیو نگاه کردی؟ برنامه منو نگاه میکنی چندین ساله؟ چه دروغی از من شنیدی؟ بگو آقا اینجایی که شما گفتی این دوتا میشه 64 تا، دوتا میشه 4 تا. زنگ بزن مثل یک بانوی ایرانی، پیغام بذار مثل یک انسان شریف، با منطق صحبت کن. بعد یه وقت قرار میذاریم اصلا شما مهمون ما باش، شما بیا از وقت تلویزیون استفاده کن برای همفکرات و دروغهای ما رو به اونها چکار کن، رو کن دیگه، از این بهتر نمیدونم. برو به سلامت، امیدوارم آدم بشی، یاد بگیری چجوری پیغام بذاری.
دوستان اینه. حالا اون آقایی که برای ما می‌نویسه، آقا ما روزی 20 تا از این تلفن‌های اینجوری داریم، روزی 20 تا تلفن آقا من اومدم اینجا نمیدونم وکیل میخوام، آقا من اومدم اینجا دندونپزشک میخوام، آقا من اومدم اینجا پول میخوام، آقا من اومدم اینجا فامیلم پولمو خورده، شما میتونید کمک کنید؟ قولتون میدم شما یک پولی بذار اینجا، یه صندوقی توش 100 هزار دلار بریز، ببین اگه ما تو یه ماه برات مصرفش نکردیم به اینایی که راست دروغ چاخان حقیقت میگن ما احتیاج داریم، وقت ما اگه به شما 200 دلار ندادیم شدیم بدون عالم؟ ایداد بیداد، این که نمیشه عزیزم، این که نشد کار، نمیشه اینطوری. خب و اما اتهام جدید فخرآور، حالا این پتیت میگه بابا عجب خوندیا، اول خلاصه اهم مطالب رو گفتی بعد هر جا دلت خواست رفتی، اصلا ترتیب رو رعایت نکردی. پتیت جان بذار ما همینجوری همینجوری خودمونی باشیم، مجلس دوستانه، و از اون برنامه امروز جنبش فداییان تو برو که من اینجا هستم، شما بروید و خود را به کشتن بدهید، وقتی ایران آزاد شد اگر کسی پیدا نشد پادشاه باشد، آن وقت من تشریف میارم اون پادشاه میشم. برو آقا ولمون، به قول پدر من میگو برو ننت شوهر بده، به اینایی که میخواستن کلا برداری کنن میگو که تو برو ننت شوهر بده، یعنی وضع زندگیتون بده، یتیم شدی، در بدر خیابونا شدی، اینج برو یه فکر به حال خانواده کن. شنبه پیش ما در پاریس اکسیون داشتیم، ویدیوی مراسم را حل کنیم، حالا اگر 100 درصدی رو پخش کنید تا پنجشنبه بگین بیار کنید. الان هم جاتون خالی، بعد خیلی ممنون این دوستان کانون آوا. ای کاش شیرازی غلیظ صحبت بفرمایید. آقای حامد، این فاخرزاده هستید شما یا فخارزاده؟ اگه فاخرزاده هستید به جای ای باید ای بذارید، بعد زادرم به نظر من فاصله بذارید یا زیش بزرگ بنویسید که اون کسی که میخوان دیدید. حالا مثلا این بعض وقتا این دوستان مثلا اسمش مریمه، مینسه مریم، میگم خب یعنی چی؟ شما میخوای ایرانیه به شما بگه مریم، یا آمریکاییه مثلا شما رو که میخونه بگه مر اسمته یم فامیلیته؟ نمیدونم این دیگه چه مرضی تو ایرانی ها را افتاده. خب ذکر مصیبت به سود آخونده هست، بذارید ببینم اینم اگه بتونم پیدا کنم. این رو آقای آریان پور نوشته بود و چیز درستی هم ایشون گفته. یه دوستی که دوست مشترکمون بود یک ویدیوی رو فرستاده که یه آخوندی نوشته حضرت علی دست دزدی را قطع کرد، وقتی دزد پشیمان شد وی دو رکعت نماز خواند، دست دزد وصل شد. خب اینا اگر یک بیمارستان به این خوبی داشتن، وقت حضرت علی ضربه شمشیر خورد، حسن حسین اینا نمیتونستن، محمد اون موقع زنده بوده یا مرده بوده نمیدونم، مرده بوده احتمالا، نمیتونستن یه دو تا صلواتی یه دو رکعت نماز بخونن این فرق ایشون بسته بشه. حالا اون دوست اون وحشت فرستاده برای آقای آریان پور، آقای آریان پور نوشته که با عرض سلام، فکر میکنم در کشور ایران و ایرانی که در خارج کشور به سر میبرند فردی وجود ندارد که اطلاعاتی در مورد خرافات و بلاهایی که معتقدین به این خرافات بر سر ما آوردن نداشته باشند. حال که همگان از این مصیبت عظیم آگاه هستند، آیا وقت آن نرسیده که افرادی پیش قدم شده و راه حل نهایی رفع این خطر را به سایرین اطلاع دهد؟ ذکر مصیبت به تنهایی نمیتواند مشکلات ناشی از آن را برطرف کند و تکرار آن نشان میدهد که باید آن را قبول کرد و کاری به کارش نداشته باشد. آیا هدف جناب عالی و دیگران از تکرار آن چنین بوده؟ ارادتمند هوشنگ آریان پور. ممنونم آقای آریان پور، نوشته های شما همیشه، یعنی دیگه نخوام قدر مطلقم بگیم، بیشتر اوقات درست و صحیح بوده. ای کاش شنونده ای بود و گوش میداد. یه فیلمی هم فرستادن در رابطه با مهربان باشیم، رابطه حیوان و انسان و اینا رو نشون میده که منم براشون بعدا نوشتم که اون میگه از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، من میگم از این دوستان ملولم حیوانم آرزوست. اینم از این ماجرا. خب دوستمون آقای اسی هم آمده و بهش خوش آمد میگیم. بریم سراغ چیزای دیگه‌ای که اینجا گذاشتیم و
ببینیم که این فیلم را ببین و یاد بگیر، هیچ وقت ناامید نشو، هنوز کار تمام نشده جشن را نینداز، هیچ وقت جایت را خالی نگذار. این فیلم رو فکر کنم قبلا هم دیدم، مسابقه فوتبال، بذارید فیلم ها رو یه روزی همش بریم فیلم و ویدیو اینها، مخصوصا چون امروز 6 دقیقه دیگه من یه مهمانی دارم که میخوایم در رابطه با بیمه و اینها بلکه یه چیزی یاد بگیریم. 38 ساله داریم این مزخرفات سیاست و این جنبش های فلان و بعدم جالبه آقای رامین پیرامون بلند شده از هلند رفته ترکیه برای پول به دست آوردن، حالا میگه آقا ترکیه وضعش ناامنه، آقای صوربی شما یه چیزی بگو. میگم آقا من برای برنامه خودم مقاله و اینها دارم، شما چرا کی میخواین عادت، یعنی این عادت زشتتون رو کنار بذارید که به دیگران نگید این کارو بکن اون کارو بکن. آقای شهافرم میگه آقای صوربی شما بیا نمیدونم جنبش. میگم آقا شما این همه جنبش دارید، شما جنبنده ندارید، مگه مرد حسابی شما بلند نشدی از استرالیا اومدی اینجا دنبال کنه این فخر آور؟ خب برو دنبال کنشو بگیر تو به یه جایی برسی دیگه. چرا هی به این اون میگی شما اینو نگو اونو بگو؟ من هیچ وقت شده به شما بگم آقای جنبش بچه تنبلا رو مال رضا پهلوی رو ول کنید؟ هر وقتم به شما گفتم میگم آقا خانم شما برو اونجا کمکش کن، به جایی که وقت بذاری با من کل کل کنی برو اونجا کمکش کن. ولی کمک به چی؟ برنامه هست؟ نیست، دروغ میگید. ایرانی بازداشت شده در فرودگاه بوستون متهم به تقلب شد. این فکر کنم همون دکتری بوده که فرستادنش، بله دکتر دهنوی. حالا این جالبه، گویا توی انتخابات و اینها این میدونی بدبخت این دانشجوام اونجا تنها موقعی که میرسه به یه جایی که بهشون میخوان بگن شما هم دموکراسی دارید این انتخاباته، و تنها جایی که میتونن برن اسمی نیسن احزابی هست که مال آخونده و اینها هست. در اصل ایشون هم مثل که اسم نوشته بوده مسئولی یک کاری بوده تو اون قسمت جلیلی و اینها، ولی حالا با زن و با 3 تا بچه اومده که اینجا فوق دکترا بگیره. و برای من خیلی جالبه، برادرای ما دیگران آمدن اینجا خودشون کار میکردن، دانشگاه میرفتن، تنها بودن، خرج گرون بود، اینا چجوری زن و بچه و زن و 3 تا بچه و اینها رو برمیدارن میان میخوان برن یه دانشگاه درس بخونن؟ البته این آقا رو توی فرودگاه گفتن دور بزن برگرد برو، و خیلی هم طرفداری کردن ازش. بعدن گفتن که ما نمیدونستیم که این جزو جنبش دانشجویان متعهد، نمیدونم دانشجویان یه چیزی نوشتم اینجا، اینم از این. و اما بله عضو شناخت شده بسیج دانشجویی بوده. حالا این بسیج دانشجویی یعنی اینا هم مثل همون بسیجی هایی تو خیابون هستن، با وجودی که دانشجو هستن باز همون بیقانونی و اینها رو یا آتش به اختیار رو انجام میدن، یا همون بسیجی هایی هستن که چون بسیجی بودن اومدن تو دانشگاه. این هم کسی اطلاع داره، مثلا این پیام یا بابک، اینا آدم هایی هستن که تحقیق میکنن. البته پیام یه مقداری توی صحبتاش طنز هست، و شما میدونید که دوستان طنز یه حقیقت تلخه، و به نظر من برنامه خوبی داشت، قبلا هم برنامه داشته اینجا، ولی ما ایرانی ها تحملش نداریم. ما نمیتونیم یکی بیاد به همون حقیقت رو بگه و بگه آقا خانم اینی که به شما گفتن دروغه، آقا خانم این نمیدونم شما میگه حضرت محمد دختر 6 ساله فلان 20 ساله اینا، خب بفرما این اینم خواهر خودش گرفته، بردیا خواهر خودش رکسانا رو گرفته، ولی بردیا که گفتن کشته شده، صحبت کن من نمیدونم تاریخ. بهتر از اون بسیجی دوزاری ها هستن، میگه این دانشجوهای بسیجی بهتره. میگه کسی که خودش رو دانشجوی علم میدونه و در بسیج زد مردم فعالیت میکنه بی نهایت خطرناکه. باریکلا به این حامد. میدونید بعضیا میگن حاضرن با همین آخونده بسازن ولی حکومت مجاهدین رو نمیخوان؟ میگن بابا این آخونده اقلا خرافاتی و مذهبی و فناتیک و بنیادگرا هستن، ولی این مجاهدین اقلا 4 تا کتاب خوندن، ولی با وجود 4 تا کتاب خوندن باز روسری اینجوری، باز او داستانهایی هست که میگه روسری های نو بیان تو سالن، روسری های کهنه و اینها بیرون وایسن. اما مرداد پاریس رفتی؟ خوش گذشت؟ این پاریس رفتن شما هر سال چه سودی داره؟ هی میرین پاریس هی برمیگردی، هی میرین پاریس هی برمیگردی،
چه سودی داشته تا حالا؟ بیاین صحبت کن. خب دوستان عزیز 59 دقیقه از اجازه بدیم بریم سراغ این دوستمون، ربع ساعت 20 دقیقه با ایشون باشیم، یه چیزی یاد بگیریم، بعد برگردیم و دوباره برنامه خودمون رو ادامه بدیم. و این دوستمون هم هستن like talk about travel medical of course but also touch base on dental. بله خیلی هم عالی. بله این دوستمون تو کار بیمه است. من سالها پیش تو کار بیمه بودم، حتی دفتر بیمه داشتم و اینها، ولی چیزایی که من میدونم کهنه است، چیزایی که اینا میدونن جدیده. و به همین خاطر اجازه بدید که من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون. چه تصویر عالی و خوب. ایشون خیلی هم شیطون بلاست، دیدم ویدیوی دوستانش رو گذاشته روی فیسبوک. بنده خدا دوستش میگه آقا این ویدیو رو کجا میخوای بذاری؟ میگه تموم شد الان لایف روی فیسبوکی. خب آقا بهنام سلام، خیلی خوش آمدید به تلویزیون مردم و من میکروفون رو در اختیارت میذارم. خودت چند دقیقه درباره آقای بهنام پیکاری صحبت کن. آشنایی من و شما فکر کنم از این بچه محله ها شروع شده، نه؟ بله. خودت لطف کن برای دوستان ما، تلویزیون مردم یه تلویزیون خودمونی، همون کژوال، فکر کن آمدی توی مهمونی فلانی داره میگه اینجوری، سوربی میگه آقا من امریکن اینشورنس ایجنسی مال من بود، شما بگی اه به شما اون موقع بیمه داشتی، اون موقع آقا راحت بود، حالا بیمه ها کامپلیکیتد شده و اینها، برای ما بگو. و یه چیزی که خود من ممکنه یکی از مشتریات باشم اینه که دوستی فامیلی که میخواد بیاد تماس میگیره با ما، میگه آقا یه دعوتنامه برای من بفرست، ما هم حالا یا تور دروارسی یا واقعا دلمون میخواد یه دعوتنامه میفرستیم. این دعوتنامه رو که پر میکنیم میفرستیم، چه مسئولیتایی باش میاد و چه کار میتونیم بکنیم که با کمی هزینه این مسئولیت ها رو کاهش بدیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. ضمناً من عکس فیسبوک شما رو هم نشون میدم با اجازت، که اگه دوستان خواستن از طریق فیسبوک با شما تماس بگیرن. دوستان عزیز بهنام پیکاری از مریلند هستی شما، نه؟ بله. بفرمایید. از ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی و همکاران محترمتون، سپاسگزارم که از من دعوت کردین که یکم راجع به بیمه و شرایط و گزینه‌های مختلفی که داره. قبل از هر چیزی من یکم پوزش میخوام اگر یه وقت که کلماتی استفاده میکنم که فارسی رو خیلی سعی کردم در بیارم ولی چون خودم اون فارسی متوجه نمیشدم، خب مجبورم دیگه از اون کلمه انگلیسی به کار ببرم، ولی اگر شما من کمک بکنین من خیلی ممنون میشم. من کاملا متوجه هستم، اتفاقا بارها به دوستان گفتم بعضی از کلمات رو اگه ما دست نزنیم و همون انگلیسیش رو بگیم، همون انگلیسیش رو مصرف کنیم، ممکنه بعدن به دردسر هم برخورد نکنیم. حالا اگه یه جایی یه چیزی هست احتیاجی بود و من بتونم، چشم با هم هستیم، ولی هم شما میدونید هم بیشتر بینندگان الان دیگه این زبان انگلیسی اونایی که تو ایران هستن از ما بهتر بیشتر صحبت میکنن و شما هم که یه نسل از ما جوانتر هستید ماشاءالله هیچ مشکلی نداشتید. بفرمایید و ما سراپا گوش هستیم. خیلی ممنون. عرضم به خدمت شما که همونجور که شما فرمودین یکم قبل راجع به Medical Travel Insurance یعنی همون بیمه سلامتی سفر میخواستم صحبت بکنم. الان جولای هستیم، وقت ویکیشن و وقت مسافرت و سفر، چه رفتن به ایران، چه رفتن به کشورهای دیگه، چه از کشورهای دیگه آمدن به آمریکا. خب همونجور که همه هم میدونیم سفر رفتن یه چیزیه که شب نمیخوایم صبح بلند بشیم بگیم که فردا من میخوام برم یه کشور دیگه به مدت یک هفته دو هفته یا هر مدت زمانی، براش پلان میکنیم یا از قبل براش تصمیم میگیریم کدوم کشور بریم، از کجا بیمه ببخشید از کجا بلیط هواپیما رو تهیه کنیم، از کجا هتل رزرو بکنیم. و تنها چیزی که فکر میکنم از قلم میفته اینه که من وقتی به اون کشور میرم، به اون آب و هوا میرم، ممکنه که حالم بد بشه یا ممکنه تصادفی بکنم. همونجوری که ساینس پروفش کرده و علم اینو به اثبات نشونده، بدن انسان ها یک مدت زمانی طول میکشه تا بخواد با اون آب و هوایی که اونجا زندگی میکنه، و با این مدت زمان منظورم بین 12 تا 24 ماهه که با اون آب و هوا و با اون شرایط
هوایی و شرایط ممکنه یک سری چیز خیلی مثلا خیلی کوچیکی یک سری پشه ها باشه که مثلا بزنه، ممکنه ریاکشن با این بدن انسان بهش یک چیزی نشون بده که مریض بکنه آدمو. اونجا چیزا هست ولی متاسفانه این چیزا به فکر ما نمیرسه چون خیلی دغدغه اینو داریم که به اون وکیشن بریم و به قول معروف خوشگذرانی بکنیم. و یک چیزی دیگه هم که نمیدونیم اینه که ما خیلی میدونیم که فول خیلی خرج می‌کنیم برای وکیشنمون و اینو نمیدونیم که خرید بیمه مسافرتی چون مدت زمانش کوتاهه خیلی به صرفه و خیلی با پاکت آدما یا با جیب مردم خیلی آشنایی خیلی خوبی داره به خاطر اینکه زیاد گرون نیست. فقط میخواستم یک مثال بزنم برای یک شخصی که در آمریکا زندگی میکنه و میخواد سفر بکنه بالا به هر جای دنیا، حتی به ایران، حتی به جاهایی که الان به قول معروف کشورهای تروریستی اعلام شدن، اونجا هم کاورج داره. به خاطر اینکه بیمه هایی که من باشون کار میکنم اینا یک بانک بین المللی دارن که با تمام بیمه های که در هر کشوری هستن اینا قرارداد دارن و به اینها میگن که فلان کس در از فلان جا از فلان تاریخ تا فلان تاریخ قراره بیاد توی کشور شما و اینقدر پوشش داره. حالا یک مثال خواستم بزنم براتون که اگر یک شخص همسن خودم بخواد بره که 33 سالم است، بخواد بره حالا ترکیه بگیم یا بخواد بره مکزیک، حالا هر جا، میتونه از 50,000 دلار تا 2 میلیون دلار بیمه موقت برای خودش بگیره. یک پاز بکنم اینجا به خاطر اینکه خیلی از دوستان ممکنه سوالشون این باشه که من بیمه از طرف سرکار دارم یا خودم هلث کاورج دارم برای خودم، چرا باید این بیمه رو بگیرم؟ الان تو این دور زمونه خیلی uncertainty هست که چه چیزهایی رو بیمه شخصی کاور میکنه، چه چیزهایی رو کاور نمیکنه. البته که بیمه یک قرارداد قانونی هست و اون چیزی که نوشته شده در اون قرارداد باید کمپانی که ازش بیمه رو خریداری کردین بر اصول قانونی اون مبلغ رو پرداخت بکنه، ولی یک سری چیزها رو این قوانین و همون قرارداد نوشته که برای uncertainty بودن. یکیش همین travel هستش. 199 بیمه شما وقتی که خارج از کشور هستین یا مبلغ خیلی کمی رو برای شما پرداخت میکنه یا اصلا هیچ چیزی رو پرداخت نمیکنه. شما اگه خدای نکره بیفتید زمین یا یک پشه بگزه تب بکنید یا اصلا یه اتفاق دیگه بیفته ممکنه که کاور نکنه. البته ممکنه که میگم به خاطر اینکه اون 1% اون بیمه هایی که من خودم حتی بهش دسترسی ندارم کاور میکنه، ولی خب اونا بیمه هایی هستن که خیلی باید راجبش پول بدید. یک مسئله دیگه شما فرمودید جناب سوربی این که راجب دعوتنامه و راجب این که چه چیزایی لازم است. من وکیل نیستم ولی تا اونجایی که میدونم کسی که وارد آمریکا میشه برای ویزا الان باید مخصوصا دانش آموزا، دانش آموزا باید موقعی که وارد آمریکا میشن باید چیز داشته باشن، بیمه travel insurance. و برای کسایی که non US citizen هستن یعنی آمریکایی نیستن تا 200,000 دلار، از 50,000 دلار تا 200,000 دلار میتونن بیمه داشته باشن و این ماکسیمم اماونتی هست، یعنی بیشترین قیمتی هست که بیمه برای دادن دوا درمون میده. عرضم به خدمت شما که کسایی دوستایی که قراره بیان از ایران وقتی که شما اون دعوتنامه رو میفرستین، دعوتنامه یک چیزی هستش که یک قراردادی هست که شما به گاورمنت آمریکا میدین، به دولت آمریکا میدین، میگین که اون کسی که من دارم دعوت میکنم وارد کشور شد هر اتفاقی بیفته چه از نظر مالی و چه از نظر بهداشتی و سلامت ایشون من همه کاراش انجام میدم. خودمون میدونیم که چقدر دوا درمون تو این کشور گرون هست و خواستم بهتون توضیح بدم که چه چیزهایی رو بیمه‌ای که کسی که US citizen نیست و سفر میاد که شما رو ببینه، خانواده شما رو ببینه، چه چیزهایی رو کاور میکنه. چیزهای خیلی بزرگش هست هاسپیتال روم اند بورد، همون اگر مثلا بیش از یک شب توی بیمارستان بمونن اتاق و اون وسایل اتاق که بیشترین پول رو اونا برمیدارن. اینتنسیو کیر یعنی همون آی سی او خودمون، خرج درمان یعنی دکتر ویزیت میکنه،
مدیکال کاورج هر چی باشه تا اون مبلغی که خریداری شده، خرج آمبولانس، خرج اورژانس، خرج تصادفات اتاق اورژانسی اگر اتفاق بدی بیفته توی اتاق اورژانس، دنتال کاورج که اونا برای دندون و دهان هستش که خیلی کوچیکه ولی خب باز بهتر از نداشتنشه. بعد اینم خواستم یک سری ریتاشون رو دارم که میخواستم فقط توضیح بدم که چقدر هست. اگر من بخوام یک کسی رو دعوت بکنم بیاد آمریکا، بگیم که بین 40 تا 49 سال سن داشته باشه، $50,000 بخوام براشون کاورج داشته باشن، $82 برای اون یک کل یک ماه باید بدم. اگر ممکن، اگر فقط دو هفته قرار اینجا باشه، میتونم به جایی که کل یک ماه بدم، چون بیشتر از دو هفته اینجا نخواهم بود، روزی بهشون بدم و به جای $80 در ماه میتونم روزی $2.65 به این بیمه بدم. ای بابا، یعنی اصلا پول یه نوشابه هم نمیشه واقعا. صد درصد. شما دو تا کشور رو به اصطلاح مثال زدید، یکی ترکیه یکی مکزیک. و من یادمه ما وقتی اون وقتا از آژانس بلیط می‌خریدیم که بریم مکزیک، اولین نصیحتی که بهمون میکردن همین چیزی که شما گفتید، تا بدنتون بخواد عادت کنه و اینها، سعی کنید آب اون منطقه رو نخورید، آبایی که تو شیشه میفروشن بخرید، چنین و چنان، که البته خب ما هم به دستورشون رفتار میکردیم و بیشتر آبجو میخوردیم تا آب. حالا این ماجرای $80 دوستان، اصلا شما ببینید این بلیتی که میخرید 1500 2000 اینا، $80 بالاتر، ولی بیمه به اصطلاح چیز داشته باشید که نگران نباشی، مخصوصا اونایی که دعوت میکنن، دوستانی که تو آمریکا هستن. حالا خیلی خوشحالم که شما میگید قانون شده که اونها باید بیمه داشته باشن قبل از اینکه این ور اون ور برن. از این بابت بسیار خوشحالم و شما یه نگرانی رو از فکر من بیرون بردید. و همین که شما باز گفتید حتی به کشورهایی که اسمشون جزو اون 6 تا کشور هست که ایران هم داخلش هست، شما گفتید چون این کشورها همشون آمریکایی نیستن و دستشون بازه، میتونن به افراد این کشورها هم بفروشن، پس میتونن از به اصطلاح خدمات شما استفاده کنن. و این $80 $82 برای یه ماه یا $2.50 برای یه روز اصلا قابل حساب نیست. دوستان شما وقتی مسافرت میکنید یه جایی یه نور آب که میخرید تو فرودگاه ها $4، کافی که میخرید $5. من ساکت میشم ولی میخوام بگم که خیلی خوشحالم که امروز این آقا بهنام مهمون ما است. و شما هم اگر سوالی دارید، من عکس ایشون رو روی صفحه فیسبوکشون گذاشت، یعنی عکس خودشونه که گذاشتن، شوخ‌طبع هم هستن، بهتون نشون میدم، با فیسبوکشون تماس بگیرید. اگرم ایمیلی میخواین بدین یا شماره تلفنی دارید بگید تا اینجا بنویسیم این زیر تصویر. بفرمایید. صد درصد، خواهش می‌کنم. شماره تلفن همراه من چون همیشه با خودم هستش، صبح شب عزیزان، یکی دو بار من توی فیسبوک باشم ساعت 6 صبح بهم تکست دادن، 6 تا 5 دقیقه بهشون گفتم من الان خوابم، بذارین بعدن باهاتون تماس بگیرم، هستش 443 226 1306. تکستینگ خیلی آپشن خوبیه، چون ممکنه من روی خط باشم ولی تکستینگ، تکست اگه بدین، پیامک اگه بدین، خیلی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونم به تلفنتون و به سوالاتون جواب بدم. پس این چون تلفن همراه هست، هم تکست میشه انجام بدن، هم پیام بذارن یا تماس بگیرن. صد درصد. بسیار عالی. عرضم به خدمت شما که یک سری مزایای دیگه برای دوستانی که این بیمه به قول معروف travel medical insurance که میگن، چه برای عزیزانی که وارد کشور میشن، چه برای عزیزانی که از اینجا میخوان برن و یک سفری داشته باشن، چه ایران چه جای دیگه، یکی چند تا از مزایای خوبش اینه که evacuation plan دارن. یعنی چی؟ یعنی برای هر دلیلی، چه مدیکالی باشه، چه خدای نکرده آسیب شما رسیده شده باشه که بخوان با هلیکوپتر یا با هواپیما شما رو ببرن به جای دیگه که بتونین به دوا درمون برسین، پرداخت میکنن. در مواقعی که اگر حمله تروریستی بشه و اون منطقه، منطقه موقعی که حمله تروریستی میشه، مناطقی که این اتفاق میفته رو بهشون مناطق جنگی خورده میشه از نظر بین الملل، دیدگاه بین الملل و دیدگاه World Trade Center رو به قول معروف ارگانیزیشن های بزرگ. ولی این بیمه اتوماتیک یک کلازی داره که
سریع شما رو از اون منطقه ایوکیویت میکنه، اولین هواپیما رو شما رو برای شما جاریزه میکنه و کسایی که اف کورس بیمه داشته باشن زیر اون پوشش قرار داده باشن. عرضم به خدمت شما که خیلی رایدر ها یعنی میتونین چیزهای مختلفش اضافه بکنین بر اساس نیاز. مثلا یکی میره میخواد بره چه میدونم دوست عزیزش از ایران اومده یا جای دیگه اومده، میخوان برن کلرادو و میخوان اسکی بکنن. خب اسکی یک اسپورتی هستش که خیلی ریسکش زیاده، ممکنه که تصادفات اسپورتی ایجاد بشه، اونا رو میتونن اد بکنن فقط برای مثلا اون هفته یا اون ویکندی که قراره برن، یا مثلا میتونن بیمه عمر بهش اضافه بکنن که مثلا اگر این توی مدت این همچین اتفاقی افتاد، فقط یه مثال کوچیک بزنم، اگر اون بیمه عمر بهش اضافه بکنن که اگر اتفاقی افتاد تصادفی کسی فوت کرد، $8 به اون 80 خودی که عرض کردم خدمتتون برای یک شخصی که بین 40 تا 49 ساله اضافه میشه. $8 فقط $8 برای $100,000 این 400,000 دلار مگه بخواد که کسی که از ایران میارن که مثلا به قول من یه پولی تو جیبشون برسه $32 باید بدن، تا $400,000 میتونن اضافه بکنن. خب حالا بذارید من یه مثال بزنم که ما یه دوستی داشتیم، این بنده خدا از ایران آمده بود آلمان، توی آلمان پروازش و اینها یه مقدار دیروزود شده بود، این بنده خدا هم یه کمی نگران شده بود، همونجا به اصطلاح حالش بد میشه، بعد اونا انقدر چیز میکنن فکر میکنن که این داره تقلب میکنه که میخواد مثلا اونجا بمونه یا چیز، در صورت که اگر این وسایل و این چیزا رو داشت شاید کمکش میکرد. خلاصه این بنده خدا به آمریکا نرسید و فوت شد توی فرودگاه آلمان. حالا این بیمه عمر قبلا من یادمه همین فرودگاه آمریکا وقتی مسافرت میرفتیم اون آخرین قسمتش یه برگه‌های کاغذی بود، میخریدی پول رو با یا کردیت کارت تو همونجا مینداختی و اگه شما اتفاقی برات میافتاد خانوادت $100,000 $250,000 اینا میگرفت. دوستان من تنها پیشنهادی که به شما میکنم اینه که البته حالا آقای پیکاری بنده خدا نمیخوام ساعت 6 صبح بیدارش کنیم، آقای پیکاری روی این تلفنت اون چیزا رو بذار که ساعت 9 شب تا 9 صبح افراد غریبه به اصطلاح نمیتونن، نمیخوام بگیم مزاحم، نمیتونن تماس بگیرن، جزء فیوریتات نباشه، فقط خانواده و اینها. البته دیگه حالا شما جوان هستی فعلا تحمل میکنی. دوستان یه تماس بگیرید با آقای بهنام پیکاری و ازشون صلاح و مشورت بخواید، بعد هر چیزی که خود شما خواستید، شنیدم ایشون گفت آپشن یا گزینه‌های مختلف دارید، شما مثلا بگید من میخوام برم اینجا، میخوام مثلا بیمه خوراک فاسد و اینها هم داره، ایشون میگه بله همون بیمه قسمت بهداشتش و خدمات بهداشتی که گفتیم اونم مثلا پوشش میکنه، کاور میکنه و الی آخر. در صورت بعضی وقتا به نظرم میاد 2-5 دقیقه آدم با یه کسی که هر روز داره این کارو انجام میده مشورت کنه، پولی که سود میبره، رفاهی که به دست میاره خیلی بهتر از اون چند دقیقه هست که یعنی صرف میکنه که این کار رو انجام بدید. خب شما بگید باز برای ما از نوع این بیمه ها و خدماتی که شما میتونید به دوستان بیننده و شنونده ارائه بدید. 100% جناب سوره شما خیلی نکته بسیار قشنگی رو بهش اشاره کردیم و این اینه که با صحبت کردن با یک شخصی که بتونه کمک بکنه، نه از لحاظ اینکه مثلا اکسپریانس اینو نمیگم، از این لحاظ که به دسترسی داره به بیمه های مختلف دسترسی داره، چون من شخصا این به این معتقدم که بیمه مثل لباس میمونه، یعنی نمیتونی فقط لباس، یعنی باید تیلر بشه، یعنی باید قشنگ ساخته بشه برای اون شخص یا برای اون فامیل. و خیلی ها ممکنه که مثلا وقت اینو نداشته باشن که بخوان به 10-15-20 کمپانی مختلف برن و میتونن از خدمات که اشخاصی مثل من که ایندیپندنت ایجنت هستن، کار ما اینه که ما برای مردم کار میکنیم، برای من برای هیچ بیمه ای کار نمیکنم، با بیمه ها قرارداد دارم یا با بیمه ها به من این اجازه میدن که بتونم اون سرویس ها و اون بیمه هایی رو که دارن من به مردمی که بهشون کمک کردم بتونم بفروشم. و هر چیزی که توضیح داده بشه همونجوری که شما فرمودین، ممکنه یکی یه قسمتی رو اصلا احتیاج نداشته باشه یا یکی گزینه دیگر انقدر بهش احتیاج داشته باشه که اگر بریم که فقط یه چیزی که هست که
اونجا گذاشتن بردارید، شما هیچ وقت نمیدونید توش چه تا موقعی که خریده باشه، یا مثلا یه غذا، ولی وقتی خودتون اون اینگریدینتشو بخرید و خودتون بخواید بریزید خیلی بهتره، پولش هم همون اندازه در بیشتر هم نمیشه. یک مثال خیلی کوچیکی که خواستم بزنم همین راجع به بیمه ماشین هست. البته من هم انواع بیمه ها رو در خبر دوستان هستم میتونم کمک کنم، از جمله عمر، بیمه disability، ماشین، خونه، هم پی ان سی لایسنس هستین، هم هلف، هم لایف ان هلف پی ان سی. بله. من خدمت شما که راجع به اشتباه که نمیشه گفت، ولی چون عزیزان نمیدونن راجع به چقدر کاورج داشته باشن، یعنی چقدر باید پوشش داشته باشه، چه مبلغی رو، این خیلی مهمه که وقتی که شما بیمه میگیرین، اگر که خب دو جور ما بیمه داریم، شما تلفن رو یا آنلاین میرین اینفورمیشنتون رو مینویسین، یه چیزی اون سیستم به شما میگه اینقدر باید شما بدین و شما میخرید. تنها چیزی که نمیدونید، درسته که شما براش امضا کردین، درسته که براتون ایمیل اومد، ولی خب چند بار ما در طول زندگیمون اون 12-13-14 صفحه بیمه رو درآوردیم، خط به خط خوندیم، چقدر ما متوجه اون کانترکتی که داریم پولش رو میدیم هستیم. اینو به چشم دیدم و متاسفانه عزیزانی که من بهشون مثلا باشون صحبت میکردم گفتم این بیمه رو باید بگیریم به جای اون یکی، حالا بماند، نمیدونن که چه پوشش هایی رو دارن و این خیلی مهمه که کسی که پول میده برای یه چیزی بدونه که چه چیزهایی رو پوشش داره، یعنی چیا رو بیمه پولش رو میده، چیا رو نمیده، تا چقدر ممکنه بده. یک مثال خیلی ساده که میخوام بزنم اینه که عزیزان همیشه دنبال ارزون ترین بیمه هستن و جوابی که من در برابر این سوال یا این خط دارم اینه که با چه قیمتی میخوای ارزون تر باشه. ممکنه ارزون تر $2-3 این ور اون ور، بعدها صدها هزار دلار به ضرر کسی یا خدای نکرده برای نه تنها جسمی بلکه مالی هم ضرر بهشون برسونه. آقا بهمن بذار من یه مثالی برات بزنم. اولا تو ایران نمیدونم الان شما 33 سالتی خیلی جوونی، نمیدونم هنوز اینو میگن یا نمیگن، میگن هیچ ارزونی بی علت نیست، هیچ گرونی بی حکمت نیست. همینجا آمریکایی‌ها دارن میگه که اون مزه شیرین ارزونی خیلی زود از بین میره و اون تلخی و گرفتاری چیز باقی میمونه. من یه دوستی داشتم ماشین BMW بیمه خریده بود، تصادف کرده بود و بعد بهش گفتم، گفت ما تا حالا اینقدر $1000 پول کرایه ماشین دادیم. گفتم مگه به شما رنتال نداده بودن؟ گفت نه من خودم گرفتم. گفتم رنتال که چیزی نمیشه. گفت باور میکنی؟ مثل که تفاوتش یا گفت $1 و نیم یا 15، یه چیزی اینجوری که اصلا یعنی خودش به خودش داشت ناسزا میگفت که چرا من مثلا به قول شما ارزون ترین رو انتخاب کردم که امروز به این چیز بیفتم. و تفاوت دیگه‌ای که شما دارید، خود منم ایندیپندنت بودم، ایجنسی یا ایجنت، دوستان با وجودی که ما دوستانی هم که برای آل استیت و استیت فارم و اینا کار میکنن دوست داریم، ولی یادتون باشه اونا یه پروداکت رو باید بفروشن، مثل کسی که برای پپسی کولا کار میکنه، حتی اگر میخواد کوکاکولا تو ماشینش بخوره یواشکی میخوره یا میرزه توی یه چیز دیگه که پپسی کولا نبینه اینو. اینا اینجوری هم. ولی آقای بهنام میگه وقتی شما میای من میگردم بهترین سرویس، حتی شما اگه دنبال ارزون ترین هستید و ارزون ترین رو از سرویس های از بیمه های مختلف به اصطلاح این آپشن یا این حق انتخاب رو دارید. در صورت من بازم پیشنهاد میکنم اگر بیمه میخوان بخرن، و یه چیز دیگه بهتون میگم، هر وقت که بیمه دارید یه جایی خودشون تبلیغ میکنن، میگه اونایی که شاپران نمیکنن و میمونن با همون بیمه، اون بیمه میگه این که پول میده بذار ما هم هی گرونش کنیم یا ازش بگیریم. وقتی که بیمتون موقع رینیوالش هست یا تجدید و تمدیدش، یه تماسی قبلش بگیرید، ایشون همون کاورجایی که دارید بهشون بدید، براتون مقایسه میکنه، شاید بگی من با کاورج بهتر از این همین قیمت یا کمتر از این میگیرم. پس به قول آمریکایی‌ها ماست اینه که، یعنی حتما
با آقای بهنام پیکاری تماس بگیرید. بهنام جون ببخشید که من حرفتو قطع میکنم، چون چیزایی که شما میگی گاهی وقتا منو یاد مشکلاتی که برای دوستام یا برای خود من پیش اومده میندازه. مثلا این بیمه، بعضیا بیمه خونه میخرن ولی بیمه اون بکاپ سور و اینا رو نمیخرن. بعد میگه آقا مثلا آب گرم کن خونمون خراب شده، آب زده موکت و فلان داغون کرده، ولی میگن ما پول اینو نمیدیم. یا در صورت به نظر من الان نیستم تو بیمه، بهتره که چیزم نکنم، راهنمایی مشاوره به اصولت نکنم، با یک کسی که توی این کار هست و جوون هست، اطلاعاتش بروز هست تماس بگیرید. مطمئنم که از منم حتی بعد تشکر میکنید که با بهنام صحبت کردم. بفرمایید، قول میدم دیگه حرفتو قطع نکنم. آهش میکنم بطورن شما، خیلی به نکات خیلی بسیار ضروری و قشنگ شما اشاره کردید. همونجور که شما فرمودین، من دوست دارم که مشاوره بکنم. اگر شما بیمتون رو دوست دارین برای من بفرستین، من نگاه بکنم بهتون توضیح بدم که چه چیزی دارین، براتون قشنگ ایمیل ببخشید اون کنترکت بیمتون رو میتونم براتون توضیح بدم که چه پوششایی رو دارین چه پوششایی رو ندارین. و دوستان یه لطفی به خودتون بکنین، وقتی که شما بیمه میخرین توی بازار بیمه هستین، با کسی که میخواد بدونه که راجع به فاینانشال سیچویشنتون، یعنی کسی باید بدونه که شما چقدر پول دارین، چقدر این ضرر به شما نمیرسونه. به خاطر اینکه اگر من بدونم شما $2,000,000 در سال داری در میاری، خونه $3,000,000 داری و الان داری ماشین تسلا میگیری، به جایی که به شما یک بیمهی که $100,000 باشه بگم که این براتون خوبه، بهتون میگم از اون من باید یک پوشش دیگه هم داشته باشین که اگر یه وقت خدا نگه تصادف کردی نیان سراغ اون درآمد و چیزهای دیگه تون. پس هر چقدر آنست باشین بیشتر میتونه شخصی که با شما براتون بیمه رو بگیره بهتون کمک بکنه. یک مثال میخواستم بزنم و اون مثال state minimum coverage هست. هر استیتی توی کشور آمریکا، هر ایالتی این قانون داره که باید یک مینیمومی شما باید پوشش داشته باشین برای ماشینتون که دارین میرین. خیلی ها نمیدونن که اون مینیموم رو اگر مبلغش رو بیشتر ببرن، مینیموم مثلا به استیت مریلند هست $30,000، $60,000، $15,000. حالا الان وقت اجازه نمیده که توضیح بدم دقیقا این سه تا برای چیه، ولی اگر زنگ بزنید 100% اینو بهتون توضیح میدم. یا در ایالت ویرجینیا هست $30,000، $60,000، $20,000. عرضم به خدمت شما اینو باید داشته باشین تا اینکه ماشینتون قانونا رجستر باشه توی اون ایالت. بگیم که حالا شما دارین رانندگی میکنین، اصلا یه اتفاق میفته، تکس میاد توی موبایلتون که اصلا نگاه نکنین وقتی دارین رانندگی میکنین به تلفنتون، خیلی عادت بدیه، ولی شیطون گولتون میزنه، یه اتفاقی میفته و شما میزنید به ماشین جلوی. ماشین جلوی چیه؟ حالا بگیم BMW، یه ماشینی که بیشتر از $60,000 پولشه. شما وقتی اون ماشین رو از پشت اگه بزنی اصلا توتالش بکنین، اگر که بیمه تشخیص بده که شما تقصیر کار بودین، بیشتر از مبلغ $60,000 رو پرداخت نخواهد کرد. و اگر اون کیس به جوری بره که ما به اون کاری نداریم، اصلا به این ماشین فقط $100,000 بوده، شما ماشین توتال کردین، بیمتون $60,000 داده، خیلی ها به این فکرن که اوکی بیمه من اون پول داده پس دیگه تموم شده رفته یک کارش، در صورتی که نه، اینجوری قانون بهش نگاه نمی کنه. شما وقتی که میزنین تا اون قرون آخرش که به طرف ندین، قانون شما رو ول نمی کنه. پس خیلی شما میتونین کاورج خیلی خوبی داشته باشین بر مبنای اینکه چقدر درآمد دارین یا چقدر سرمایه دارین که حداقل به اونا لطمه‌ای نخوره. و یک خیلی بریف بگم، یک اشتباه کوچولو هم که الان دوستانی که مثلا خانواده هستن، تینیجر دارن و تینیجرشون شروع میکنه رانندگی هستن، اولین کاری که میکنم، من تا حالا زیاد ندیدم، نه اینکه بگم ندیده باشم اصلا، ولی تا حالا زیاد ندیدم که کسی که تینیجر 16 سالشه پدر مادرش براش ماشین برند نیو بگیرن بزنن زیر پاش. یکی اون، یکی این که اولین کاری که میکنم وقتی بیمه رو میگیرم، پدر بنز داره، مادر BMW داره و یه دونه ماشین حالا 2000 هم میگیرم برای بچه‌شون، مثلا حالا هوندا سیویا، تویوتا کورولا، حالا هر چی، اونم اد میکنم به پالیسی خودشون. خب
از دیدگاه اینشورنس تمام اون ریسکایی که این جوون تازه لایسنس گرفته شده رو به اون BMW و به اون مرسدس بنز هم بالا خواهد رفت. یعنی بیمه که میدادن ماهی $160 فور اگزمپل مثال یه دفعه میشه $600 که داشتم که همین دیگه خود چرا اینجوری شد. بله بذارید برای دوستان بگیم، چون اون بیمه میگه درست که شما هوندا سیویک رو برای این خریدید ولی چون رو این پالیسی هست و از ما میخواین که به این اجازه بدیم بیاد ماشین شما رو هم هر وقت خواست رانندگی کنه، پس ما خطر ریسک رانندگی اونو روی این ماشین بنز و بی ام دبلیو تون و اینها هم میکشیم. ولی فکر کنم اگر بخوان ارزون باشه اون وقت یه نامه ای ما میگرفتیم قبلا ازشون که به اصطلاح تعهد میدادن این پسره فقط یا این دو خانم دختر فقط این ماشین رو رانندگی کنه و اگه خدای نکرده با اون ماشینای گرون تصادف میکرد بیمه یه جورایی خودشو میکشید کنار و میگم ما بیمه فروختیم. هنوز هم همون جوریه نه؟ الان میخواستم دقیقا همون رو بگم. آپشنشون هستش یا گزینشون اینه که اون موقع درسته اونا باید امضا میکنن، الان باید excluded driver باشه. یعنی حتی اگه توی اون household هم اگه باشه اینا میگن که مثلا برفرض از به نام پیکری نمیتونه توی این household زندگی بکنه، ولی هیچ ماشینی که زیر پالیسی بابا مامان یا حالا هر کسی دیگه هست نمیتونه باهاش رانندگی بکنه. بیمه ها از DMV آدرس رو چک میکنم، یه چیزی هست به نام کلو که اون وقتی که شما اسم و آدرس رو که میزنی بالا میاد که توی اون خونه چند نفر دیگه راننده هست. شما اگه به DMV گفته باشی که من آدرسم 123 مین استریته و من الان رفتم میگم که اوکی من ماشینم 123 مین استریته و به بیمه گفتم که یه دون یه نفر بشه اینجا زندگی نمیکنه، وقتی که کلو ران میشه میاد بالا که مثلا برفرض مثلا مکس هم اینجا زندگی میکنه، بعد اون وقت شما میگی آره مکس رومیت همه، مکس اون وقت یا باید با پلیسی شما یکی بشه یا باید اکسکلود درایور بشین. یعنی که تحت هیچ عنوانی اگر آقای مکس ماشین رو رانندگی کرد باهاش هر اتفاقی بیفته این بیمه‌ای که من دارم اصلا کاور نمی‌کنه یا پوشش نمیده. بسیار عالی. دوستان اینا خیلی مهمه، خیلی ده. مهمه که بدونی که چه کاورجایی داریم. من واقعا یکی از دلایلی که این ایندیپندنت ایجنسی داشت استارت کردم اینه که دوست دارم که خیلی دوست دارم که مردم بدونن که چه چیزی و چه پوشش هایی دارن، چون متاسفانه 190 نه اینکه خدای نکرده نمیتونن بفهمن که چی داره میگه، به خاطر اینکه اون 10-15 دقیقه که واقعا لازم هست که بشینن و یکی بهشون توضیح بده یا خودشون بخونن و متوجه بشن خط به خط که این قرارداد چی رو کاور میکنه و چی رو کاور نمیکنه، این یک چیزیه که متاسفانه خیلی ها این وقت رو صرفش نمی‌کنه. بهنام جان خیلی ممنون از شما. اسم شرکت بیمه یا با همین اسم فقط با شما تماس میگیرن؟ چیه اسم شرکتی؟ اسمش از Gateway Insurance Agency. Gateway هستش ولی یه دونش الان کار میکنه، دو تا دیگه under construction هست که همون gatewayinsuranceagency.com هست. اونجا یه سری راجع به اینشورنس 101 که اگه لطف کنی گاهی وقتی عکس یا اینفورمیشن اون شرکت تو روی فیسبوک هم بذاری یا برای من بفرست به صورت پیام، من برات مجانی میذارم روی صفحه، یا همون بچه های محله اونجا هم بذاری به نظر من خودش کمک خوبی. من ازت ممنونم، سعی میکنم توی برنامه های آینده اگر دوستان پرسشی فرستادن اینجا یا خود شما اگر دوستان تماس گرفتن پرسشی رو دیدی جنبه عمومی داره یا مشکلی برای یکی پیش اومده که با گفتن مشکل اون ما رو آگاهی میدی و از مشکلات آینده برای ما جلوگیری میشه، خوشحال میشم که باز هم با هم باشیم. اگر صحبتی داری بفرما، اگر نه خداحافظی کنیم و به امید اینکه باز هم در برنامه آینده با شما باشیم. مرسی، سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردین، خیلی خوشحال شدم و خوشحال میشم که دوستان با من تماس بگیرن و بتونم یک کمک کوچیکی راجع به این مسئله بسیار بزرگ و بسیار مهم باشون مشاوره داشته باشم. من ممنونم. من فامیل شما رو فکر میکردم پیکاری هست. پیکری هستید شما. بسیار خوشحالم که با شما آشنا شدم و با امید دیدارتون فکر کنم خود من یکی از مشتریان آیندهتون باشه. خدا نگهدار، با امید مرسی. دوستان عزیز با آقای بهنام پیکاری بودیم، Gateway Insurance Agency. اگر سوالی در رابطه با بیمه های مختلف دارید با ایشون تماس بگیرید و
امیدوارم که بتونن کمکتون کنن، راهنمایی کنن. بهترین کمک همین راهنماییه که ما بعضی وقتا اگر یک کسی یه اشکالی براش پیش آمده باشه قبلا به ما بگه، ممکنه اون اشکال برای ما پیش نیاد به دلیل اینکه با آگاهی پامون رو در اون به اصطلاح محیط یا حیطه میذاریم. خب و اما پرسیدم از شما آی من چه کار میکنم، اگر کسی پیدا شد که به ما بگه بالاخره چی هستیم کی هستیم خوشحال میشیم، یا آیا یه سازمانی هست که آدم بره اونجا بگه آقا بعد از این همه تحقیق شما لطف کنید به ما یه کاغذی بدید ما ببینیم آقا ما شاه‌اللهی هستیم، طرفدار جمهوری هستیم، جمهوری به اصطلاح ریپابلیکن یا جمهوری دموکراتیک یا هر چیز دیگه. هنوز همچین چیزی درست نشده، امیدوارم درست بشه که ما از این سرگردانی و تهمت زدن و توهین به هم دیگه بیرون بیاییم. و اما برم با سراغ اون ایرانی بازداشت شده، اگه کسی اطلاعات جامع‌تر و بیشتری داره بگه ببینیم چیه. این آقایی که به عنوان دکتر آمده اینجا و دکتری که رشتش هم تحقیق در باره سرطان و اینها بوده، چجوری بهش گفتن که نخیر شما نمیتونی بیای، یعنی باید برگردی ایران. بعضی ها گفتن این قانون جدید ترامپ به اصطلاح شامل شده، بعضی ها گفتن که نخیر این به دلیل اینکه جزو چی گفتن بسیج عضو شناخته شده بسیج دانشجویی است. و اما این حسین پناهی حتما یادتون هست شعرهای خیلی قشنگ و جالبی میگفت: و اما مردم اینجا چقدر مهربانند، دیدن کفش ندارم برایم پاپوش دوختن، دیدن سرما میخورم سرم کلاه گذاشتن، چون برایم تنگ بود کلاه گشادتری به سرم گذاشتن، و دیدن هوا گرم شد کلاهم را برداشتن، چون دیدن لباسم کهنه و پاره است به من وصله چسباندن، چون از رفتارم فهمیدن سواد ندارم محبت کردند و حسابم را رسیدن، خواستم در این مهربان کده، بابا اینجوری نوشتید مثل مصر شده، در این مهربان کده کلبه‌ای بسازم، نانم را آجر کردن و گفتن خانه نساز، روزگار جالبی است، مرغمان تخم نمیگذارد ولی هر روز گاومان میزاید. این هم از این ماجرا. دوستان بارها گفتیم یه بار دیگه میگیم، شما میدونید که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و من این رو با افتخار میگم، یکی از تلویزیونایی که نیومده بگه حالا شما تماس بگیر من بعدن نرخو بهت میگم، نرخ ما اصلا شما اگه بزنید مردم تیوی سرویسز ان ریت روی اینترنت میاد بالا از سال 2006 تا حالا و نرخونم بالا نبردیم. حتی گاهی وقتا ما یه آگهی هم میدیم میگیم اگر کسی بیاد و بگه من 3 ماه برنامه میخوام و وایسه، ما برنامه قیمتارمون رو میاریم روی 50%. و بزرگترین توهینی که مخالفین من که اوناشون که احمقن و فکر میکنن دشمن من هستن به من میکنن اینی که برو سوربی تو مثلا با $10 یک کسی ویدیو بده پخش میکنه. من افتخار میکنم که بلنگویی اینجا در اختیار افرادی میذارم که صداشون خفه شده بوده، صداشون بسته شده بوده طرفدار توسط اونایی که پول داشتن، پول زیادتری داشتن، و این من نمیفهمم کار ما عوضی شده. به جایی که بگیم بابا یکی از افتخارات سوربی یا تلویزیونش اینه، اینو به عنوان یه نکته بد ازش استفاده میکنیم. در صورت پیام ها و تماس ها بذارید من این پیام دوستمونم اون آقای اهوازی رو اگه بتونم پخش کنم و بگم بابا اصلا با خواهر دعوا نکن، شما خواهر به این خوبی داری که لطف کرده تماس گرفته که برنامه شما به اصطلاح برنامه مورد دلخواه پیدا کنه، حالا اشتباهی گفته من از اهواز تماس میگیرم مشکلی نیست. ببینم اینه دوستمون، بشنویم با هم. سلام علیکم، من محمود اهوازی هستم. مشکل داشتیم برای این تلویزیون مردم، خواهرم دیشب توضیح داد به شما ولی متاسفانه اشتباهی گفت، ما از احواز زنگی زنم.
میخواد بگه ما احوازی هستیم، گوه از احواز زنگ میزنم. من به خاطر این زنگ زدم که معذرت خواهی کرده باشم که یه وقت خدای نکرده دروغ چیزی در ما نگیده باشی. حیدم ما والا دروغ نمیگیم، نمیدونم که تو از زبون کار ما در آمد اینطور گوه ما از احواز زنگ میزنم. کلی هم باش دعوا کردم، کلی هم باش تو این کردم، یعنی یکیش دم بیش دادم. گفتم خجالت میکش آخه، چرا باید آدم دروغ بگه؟ آخه برای چی؟ میگه ما به کسی بسیاری داریم. خلاصه معذرت میخوام از این بابت، امیدوارم سالم باشی، تندرست باشی. حالا اگه مشکل برطرف شدنی هست توضیح بده شاید برطرف کنیم، اگر نه که خب دیگه خدا همراه شما. ممنونم، چشم. من حتما به این شماره تلفن شما زنگ میزنم. و جالبه اون روز که خواهر شما زنگ زد، من دیدم شماره تلفن از کالیفرنیا است، فکر کردم این کارتای تلفنه و گفتم خب به این شماره زنگ بزنم فایده نداره. ولی حالا که این شماره تلفن مال خود شماست، من سعی میکنم امشب بعد از برنامه باهاتون تماس بگیرم تا اونجایی که امکان داره کمک کنم تا برنامه رو ببینید. و احتمالاً اگه شما برنامه رو نمیتونید ببینید، این رو هم حالا نمیتونید بشنوید، ولی ما وظیفه اخلاقی خودمون انجام دادیم. و ممنونم هم که شما تماس گرفتید، هم پیگیری کردید. ولی با خواهر دعوا نکن. این بنده خدا چی میگن، خواهرها اینقدر کمک میکنن باز برادرها. اگه شما هم مثل من خواهر نداشتید، اون وقت قدر خواهرتون میدونست. شما آلمانی برخورد میکنید و این خیلی خوبه. آها، به یه دوستی گفتم که اینجا اینجور هست اینجوری هست، بعد دیدم این دوستمون نگران شده. گفتم شما نگران نباش، من دارم فقط به شما میگم گاهی وقتا توضیحات زیاد افراد رو نگران میکنه و شاید اصلا نباید به شما میگفتم. بعد ایشون نوشته که شما آلمانی برخورد میکنید و این خیلی خوبه. چرا آلمان‌ها یا آلمانی‌ها تو دنیا معروف شدن به این که کاراشون مرتب، بی نظیره، کم نظیره، تولیداتشون خوبه، آیگه؟ یادتون میاد؟ من اصلا وقتا نمیفهمیدم چرا می‌نویسیم AEG بعد میخونیم آیگه. تا وقتی که رفتم آلمان دیدم اونا آ رو آ میگن، ب رو ب میگن، س رو س میگن، ای هم ای میگن، جی هم گ میگن. همون چیزی که میگیم دیگه. مثلا ما اینجا می‌نویسیم جاردن، میخونیمش گاردن، ولی اونجا می‌نویسه گاردن، میخونتش گاردن، کیندرگاردن. کار اونا درست‌تر از ما هست. ببینید که خانم دکتر آقای بابک، فکر کنم این خانم دکتر بهیه جیلانی است، بابک هروی، سایت تقاطع می‌نویسد که سید محسن دهنوی از اعضای فعال بسیج دانشجویی است که حتما مدتی مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف را هم بر عهده داشته. خب اینم برنامه باشه که شما ذره‌بینت رو برداری بابک جان، اینها رو هم زیر ذره‌بین بذاری. چون ما الان دو نوع نفوذی داریم، یکی اونایی که مثل فخرآور و مثل اون کی بود اومد و بعدم رفت ایران و اینا، یکی هم که قشنگ میان مامورای به اصطلاح از طرف جمهوری اسلامی میان، مثلا همین آقای دکتر جوانی با یک زن و با 3 تا بچه میخواد بیاد بره درس بخونه، اونم توی بوستون به این گرونی. اینا همش سواله. ولی آقای مثل شهافر، آقای فخرآور و اینها، اینا مردم رو سر کار گذاشتن. ما جنبش، آقا چه جنبشی؟ شما تو استرالیا هستی هنوز 2 کلمه انگلیسی بلد نیستی بنویسی یا حرف بزنی. بله خود منم انگلیسیم خوب نیست، ولی من اقلا میگم. گفت آن کس که بداند که ندانه، نرمک نرمک یا لنگان لنگان خرک انگلیسی خود را به مقصد برساند. آقای شهافر که نداند که نداند، تا صبح قیامت نمیدونم در چی میگم، تا ابد و ده در جهل مرکب خودش بچرانه. و اما مسیجا رو گفتم و گرفتیم و یکی دیگه هم باز هست. آره، یک موزیکی رو من برای پتیک فرستادم. پتیک نوشته که کاکا جون دوباره سلام، چون دلم میسوزه میگم، زمانی که ماو رهبر چین شد به همت انگلیسی ها و فرانسوی ها
اکثر مردم تریاکی و مفنگی شده بودند. بنابراین زمانی معین کرد تا خودشون رو اصلاح کنند و مواد رو ترک کنند. میگن 6 ماه. پس از مدت مقرر آنها که ترک نکردند و اصلاح نشدند به دریا انداخت و دیگران حساب کار رو کردن. این هم نتیجهش که دومین یا به روایتی اولین کشور جهان می باشد، دقیقا مثل ما پتیک. اینم از این. دوستان عزیز ساعت 3:44 هست و من امروز قراره که نوام رو ببینم و همین الان دخترم و نوام آمد، نوام از اونجا داد میزنه بابا بابا و دروغ من نمیگم، کم دروغ میگم معمولا، و دیگه وقتی که نوام اینجاست حوصله و وقت این که با شما دوستان باشم ندارم و ویدیوهای بسیار زیادی دارم. سعی میکنم جمعه اونها رو به شما نشون بدم. جمعه 12 ظهر با کانون آوا هستیم. هفته پیش چون نشستی بوده در فرانسه و پاریس و اینها، حتما ویدیوی برنامه هاشون رو ارسال میکنن، ما هم پخش میکنیم، یا اگر مثل برنامه های دیگه یکی از دوستان بیاد برنامه زنده داشته باشه، باز خواهش میکنم یه دوست دیگه ای رو فیسبوک به اصطلاح برنامه ها رو همراهی کنه، سوالات رو پاسخ بگه. و اما یهان قبل از اینکه برم بذارید این ویدیوی ترامپ رو براتون پخش کنم که خود شما مقایسه کنید و ببینید کسانی که دل بستن به ترامپ و به حرفای قبل از انتخابات ایشون دل بستن، ببینید که چه آدمای ساده لوحی باید باشن و آیا شما هم جز اونها بودید. اگه جز اونها بودید و هستید و هنوز فکر میکنید امیدی به ترامپ هست، مهمان ما باشید تا در این باره صحبت کنیم. شاید شما چیزی میدونید که ما نمیفهمیم، از درکش غافل هستیم. فقط ببینید با دقت توجه کنید به صحبت‌های این فیلم رو الجزیره ساخته. یکی از دلایلی که این عرب‌ها از الجزیره بعدشون میاد از شبکه تلویزیونی الجزیره همینه. دوستان با هم میبینیم و با پخش این فیلم من از شما خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون روز جمعه ساعت 12 ظهر با کانون آوا. روز روزگار بر شما خوش. I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love. You wrote this in 2011 about Saudi Arabia. It's the world's biggest funder of terrorism. Saudi Arabia funnels our petrodollars, our own very own money, to fund the terrorists that seek to destroy our people while the Saudis rely on us to protect them. The primary reason we're with Saudi Arabia is because we need the oil. Now we don't need the oil so much. We back it at tremendous expense. We get nothing for it, and they're making $1 billion a day. Yesterday we signed historic agreements with the kingdom that will invest almost $400 billion in our two countries. I mean, can you imagine we're defending Saudi Arabia? Saudi Arabia, if it weren't for us, they wouldn't be there. They wouldn't exist. We pay rent to Saudi Arabia to protect them. No, think of it. Think of it. Think of the stupidity. I have always heard about the splendor of your country and the kindness of your citizens. These are people that push gays off business, off buildings. These are people that kill women and treat women horribly. And yet you take their money. We will be sure to help our Saudi friends. Our goal is a coalition of nations who share the aim of stamping out extremism. We went after Iraq. They did not knock down the World Trade Center, okay? Who blew up the World Trade Center? It wasn't the Iraqis, it was Saudi. Take a look at Saudi Arabia. Open the documents. You will find out who really knocked down the World Trade Center, because they have papers out there that are very secret. You may find it's the Saudis, okay? Muslim majority countries must take the lead in combating radicalization. And I want to express our gratitude to King Salman for his strong demonstration and his absolutely incredible and powerful leadership. You know, it's sort of nice to know who your friends are and perhaps who your enemies are. Terrorism has spread all across the world. But the path to peace begins right here on this ancient soil
in this sacred land. دوستان عزیز ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. حمید نصیری عزیز نوشته که مسیج من یادتون رفت. کجا مسیج فرستادی؟ من چیزی نگرفتم. خب اگرم فرستادی چیزی برای جمعه، من میگم من و شما چون روی اسکایپ و روی فیسبوک و اینها هستیم، فکر سن منم باش دیگه حمید جان، من پیرم بابا جون، عمو جون، چی بگم بهه؟ در صورت دوستان عزیز با امید دیدارتون روز جمعه، روز روزگار بر شما خوش. آهان اینجا نوشته spectrum.me. آهان بذار دوستان بذار، حالا که هستیم، خب این صفحه توییتر شماست، این چیه؟ spectrum چی هستن؟ spectrum.me. و بله دوستان عزیز اینه، یک وبسایتی رو آقای حمید نصیری برای من فرستاده که اولین روزی هم هست که من از اینجا میبینم. درباره خودشون اینجا نوشته about web and app programmer، و قرار اپ ما را هم ایشون درست کنه، اپ هایی که شما بعد بتونید از تلفن های آیفون و اندروید برنامه ها رو ببینید. اینجاست و ببینم all network details. آها میگه توضیحات همه نتورک ها رو میگه این پایین. ماشاءالله چقدرم هست داری. فیسبوک، لوکیشن، توییتر، گوگل، اینستاگرام، واتساپ، اسکایپ، وایبر، تلگرام، وبسایت. حالا همین، من میخوام یه روزی شما یه ویدیو درست کنی بری تو فیسبوک خودت، اونجا شروع کنی هر کی مسیج و کامنت و اینا نوشته یکی یکی جواب بدی، اونو ول کنی بیای رو لوکیشن هرچی اونجاست، بعد بری توییتر، بعد این دوباره برگردی به فیسبوک، ببینم وقت میکنی اصلا بلند شی کاری انجام بدی، دستشویی بری کار کنی. به نظر من یکی دو تا از اینها رو که بیشتر و راحت بهتر است و راحت تر انتخاب کنیم، باقی رو ول کنیم. آقا قرار نیست هر چیزی به همون دادن، مثلا هر چیزی مجانی دادن استفاده کنیم. الان ایشون اینجا نوشته تلفن، ایمیل، همه چی هست، فقط ای کاش این اسپکتروم ایمیل و اینها رو هم اینجا بذار برات این بزرگ نشون بدم، ولی آخه نوشته spectrum.me، بعد پشتش شماره هست 1243، نه 1243 ها، یعنی 1-0-0-0-2-4-3. چرا اینا اجازه نمیدن که شما، بذار این آدرس رو نشون بده، چرا اینا اجازه نمیدن که شما اسم خودتو پشت اون ممیز بذاری یا پشت سلش؟ خیلی کار دارم با حمید، اگه یه روزی بیای اینجا یه نیم ساعت یه ساعتی با هم گپ بزنیم، کلی سوال ها دارم که میدونم که تو هم چرا در میری، چون میترسی خیلی زیاد از سوال بپرسی. دوستان عزیز بس دیگه، بریم تا جمعه، روز روزگارتون خوش، به امید دیدم.